بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. اجازه بدید ببرمتون آلمان و بریم سراغ آقای دکتر ایران بومی که فکر کنم الان توی قطار دارن میرن به طرف فرانکفورت و یا شاید به طرف هامبورگ و مونیخ و اینجاها. با ایشون صحبت کردم قبلا. به به بله، آقای دکتر ایران بومی سلام میکنم خدمت شما و میگم به دوستان که دلیل این که با شما صحبت میکنیم این سمینارهایی هست که شما قراره در هامبورگ داشته باشید و حقیقتش یه چیزی شما نوشتید قبلا که در دادگاه داد به کسی داد ندادند، بنیاد کسی نیست که بر باد ندادند. من هم به شوخی گفتم پس آقا بگو این بیدادگاهه. حالا شما به ما بگو که این شعر رو خودتون اگه بتونید کامل کنید، امیدوارم صدا و اینها هم درست باشه و اذیت نشیم. بذارید ببینم. بله آقای ایران بومی با شما هستیم و یه مقداری هم بعد درباره سمینارهای آیندهتون در هامبورگ با هم صحبت میکنیم. بفرمایید. امیدوارم روز شما بخیر به دوستان عزیز. اونجایی که الان داریم میبینیم من در قطار هستم و با توجه به حرکتی که الان در قطار داریم شاید صدای من و عکس من درست نیاد. ما سمیناری که داریم در منطقه فرانکفورت نیست بلکه در منطقه هامبورگ هستش و چون امروز مخصوصا بحث ما در رابطه با دادگاه و دادخواهی بود، خوشحال هستم که بتونم در موقعی که بیشتر قطار وای نستاده باشه و یا حرکتش به این شدید نباشه باشه شما حرف بزنم. توضیحات بیشتر در یوتیوب هستش و اگه من الان نتونم زیاد با شما حرف بزنم به علت اینکه قطار میبینی داره وای میسه و من باید این محل رو ترک ببرم با اجازه شما و بینندگان عزیز در آمریکا و تمام دنیا. خب پس من اون ویدیو کلیپ کوتاهی رو که ساختید نشون میدم، بعد حالا اگه فرصت شد دوباره شما با ما تماس بگیرید یا اگر مثل که قطار وایساد یا اینترنت قطع وصل میشه. در صورت این نوشته های شما نمیدونم از خودتون هست یا به اصطلاح شما بله شما آمدید بیرون. نه خب شما شما الان صدای منو دارین؟ بله بله صدای شما رو داریم. اون خانمم داره اعلام میکنه. با توجه به اینکه الان میگم مستقیم در این منطقه رسیدیم و صدای من داری کمه، اجازه بدین در دقایق بعدن که جای بهتری باشه باشه تماس بگیرید. باشه باشه، پس شما لطف کن با من تماس بگیرید. موفق باشین. خیلی ممنون. مرسی عزیزم. بله دوستان، این آقای دکتر ایران بومی فیسبوکشون رو نشون میدم، باهاشون تماس بگیرید. توی فرانکفورت هستن، قبلا یه دفترم داشتن توی آمریکا. حالا امیدواریم باز اون برنامه و دفترشون رو اینجا راه بندازن. کمک میکنن به دوستان، چیزای بسیار جالبی می‌نویسن. من اتفاقا می‌خواستم ازشون سوال کنم که ایشون این ذوق نویسندگی و اینها رو هم دارن یا نوشته‌های دیگران رو به اصطلاح ور می‌دارن، نوشته‌های خوب دیگران رو می‌ذارن روی فیسبوکشون. چون به نظر من اگر کسی این کار رو می‌کنه جا داره که بنویسه که مثلا این نوشته از کیست. به نظرم میاد خود ایشون ذوق نویسندگی رو داره. در هر صورت ممنونم از شما دوستان عزیز. بعد از آلمان داریم میریم به شرق. اون موقع همه میگفتن پول و طلا توی غربه، ما که رسیدیم غرب دیدیم بابا همه رو بردن، کم کم باید برگردیم شرق. بریم ترکیه. ترکیه کجا؟ همون جایی که آقای رامین پیرامون بعد از سالها رفتن و جدیدن در دو سه روز گذشته یکی از خبرسازترین به اصطلاح سایت ها در چیزهای ایرانی بود، در سوشال میدیای ایرانی بود و این ماجرای قتل آقای سعید کریمیان هست. خیلی ها میگن این رو جمهوری اسلامی زده کشته اینو اون. اجازه بدید دوستان من روی فیسبوک شما رو ببرم و همراه خودم این سایت رو شیر کنیم با دوستانی هم که ما رو روی مردم تیوی میبینن. ضمناً از علی آقا ممنونم، بازم بهش خوش آمد میگم به آمریکا، ولی بعد از برنامه امروز باهاش تماس میگیرم.
چون ایشون لطف کرد یکی دو بار تماس گرفت، ولی من خیلی مشغول بودم و خب این دوستان حالا تازه اومدن آمریکا، هنوز خبر ندارن که اینجا آمریکا هست. امیدوارم به زودی خودشون و خانواده هم مشغول بشن و ببینن که گاهی وقتا ما دو سه روز یادمون میره با بچه هامون تماس بگیریم، از مادرمون احوال بپرسیم، ولی باید این را آدم به اصطلاح مطمئن باشه که این کار را انجام میده. برگردیم اون نوشته رو به شما نشون بدم که میگه بعد از قتل در 48 ساعت گذشته تعدادی از یاران ایشون در آمریکا و وابستگان خانوادگی دارن تلاش میکنن از مردی متجاوز به پرسنل شبکه مدیریت آن را خودش داشته یک اسطوره سیاسی بسازن، در صورتی که این آقا جزو باند یکی از آقازاده ها و فخرآورها بوده است و کسی امروز نمیتونه این مسئله را کتمان کنه که ایشون به کدام آقازاده از رجال سیاسی مهم ایران متصل بوده. ای کاش آقای پیرامون اسم اون آقازاده رو مینوشت، چون من نمیدونم این به کدام آقازاده. ضمناً آقای فخرآور ما میدونیم که این داره خودش رو به زور با چسب دوقلو میچسبونه به رضا پهلوی و به رضا پهلوی هم میگه که نمیدونم آقا رضا خان بزرگ مثلا با مادر بزرگ ایشون بله و یه جورایی میخواد فامیل بشه. در ولی من نشنیده بودم تا حالا و نخونده بودم آقای رضا پیرامون که آقای فخرآور از طرف آقازاده ها باشه. بله شنیدم که ایشون از نفوذی های ایران هست و ملاها اینها رو صادر کردن اینجا که اون یه خورده اعتبار کوچولویی هم که اپوزیسیون داشت اینها از بین ببرن. ناگفته نماند که خود من اعتباری تو این اپوزیسیون ها ندیده بودن، بهترینش این رجوی و دار دستش بودن که الان میبینید رجوی مرحوم شده و دار دستش هم خاموش. ایشون میگه که این آقا نه سیاسی بود، نه سیاسی میاندیشید و نه فعال سیاسی بود. این آقا کارش درست کردن اقامت برای تجار ایرانی در دبی و کشورهای عربی بود که سالانه میلیون‌ها دلار ارز از کشور ایران خارج میکردن و به جیب خودش و حامیانش واریز میکرد، که حالا اهداف اونها از احداث این شبکه خود جای بحث دارد. در اصل این آقا دلال تجار ایرانی بود و قطعا اگر شبکه های لس آنجلس و وابستگان ایشون بخواهند این قتل را جور دیگر جلوه دهند، باعث خواهند شد عده‌ای اسنادی دال بر حقیقت شخصیت ایشان و این شبکه و اسپانسرهایش را افشا کنند. خب اینم از همون تهدیدهای احمدی نژاده که اگر اینجوری بشه منم میارم. خب آقای پیرامون قربونت برم، شما که گفتی بعد از 30 سال دیگه حالا رفتی دنبال پول و فیلمسازی و فهمیدی اشتباه کردی، حالا دوباره یه قتل انجام شد، شما آمدی جلو شدی ژورنالیست و ریپورتر. ریپورت اینجوری نمیکنن، اسم نیستن، مدرک اگه داری هی نمیگن نشون میدم، اگه شما این کارو بکنی من اون کارو میکنم، بیار نشون بده. سعید کریمیان کشته شد و میگوین این ترور کار جمهوری اسلامی بوده است. ترورهای جمهوری اسلامی معمولا با یک گلوله نهایتا دو گلوله انجام میشود. سعید کریمیان طبق اظهارات پلیس با 27 گلوله کشته شده و جمهوری اسلامی اگر قصد ترور داشته باشد هرگز نمی آید 27 گلوله به یک نفر بزند، آن هم در حالی که جفت این آدم یک کویتی باشد که مجبور به قتل اون هم بشوند. در صورت به نظر میرسه که آقای رامین پیرامون متخصص قتل و ترور و این چیزا هم هستند، ولی تا اونجایی که من میدونم خود آقای پیرامون وقتی هلند بود یه چند تا از این بچهای مواد فروش و اینها رفته بودن یه خونه دوست دیگه شون رو نمیدونم آتیش زدن چی کرده بودن، آقای رامین پیرامون هم فوری پریده بود تو خیابون به پلیس گفته بود اینا اومدن منو ترور کنن. آقای پیرامون، افرادی مثل شما، آقای فخرآور، اینایی که ماشینشون تصادف میکنه میان میگن جمهوری اسلامی ما رو زد، تنها کاری که میکنن کمک به آخونداست. حالا بهتون میگم چرا اینجوری میشه که فردا یه نفر مثلا به اون دوستون میگه آقا درباره آخوندا صحبت نکن، دیدی آقای کریمیان رو ترور کردن، میان تو هم ترور میکنن.
وقتی شما یه محلی زندگی میکنید که قاچاق فروش اونجا بوده و این گنگای هلندی بودن، هر روز از این اتفاقا میفته، شما تا یکیش خبردار میشی میری به پلیس میگی آمدن به جون من سوء قصد کنن، که اگر این درست بوده چرا حالا شما رفتی ترکیه که هم نزدیکتر به آخونده باشی، هم که یک کشوری که خیلی شیر تو شیره و کارمون خیلی خرابه. همه اینا از اونجایی میاد که کارمون درست نیست. اگر کارمون درست باشه، آقای فخرآور که میره مامانشو خواهرهاشو تو ترکیه ببینه با ماشین تصادف میکنه، نمیاد بگه جمهوری اسلامی اومد دنبال من مجبور شدم تصادف کنم. آقای حخا وقتی یه ماشین قرازه جگوار 200 دلاری داره و جوش میاره، نمیاد تو نشنال پرس کلاب بگه که ماموران جمهوری اسلامی آمدن دنبال من مجبور شدم گمشون کنم، به همین خاطر دیر رسیدم. اگه حقیقت رو بگن کارمون بهتر میشه. و اما گفتن حقیقت کار از محکم کاری عیب نمی کنه، برای همین 27 گلوله زدن. اینم جواب فرشید نوشته که آقای رامین پیرامون، کار از محکم کاری عیب نمی کنه، برای همین اینها 20 گلوله زدن. دوستان میدونید که من بارها گفتم که در همین آمریکا که بهترین کشور جهان، نمیدونم ثروتمندترین هم هست یا بیشترین ثروتمندای دنیا رو داره، یک کارای کوچیکی رو مردم انجام میدن به جای اینکه هی فوش بدن به دولت و اینها، میان این کارا رو خودشون انجام میدن. یک شنبه بعد از ظهر ما منزل آقای دکتر موسوی بودیم که ایشون و همسرشون سالهاست که به این سازمانهای غیر انتفاعی کمک میکنن، براشون جا میگیرن، براشون مهمونی را میندازن. توی این مهمونی ها مردم که میان بعد هوک میشن، یعنی یه وابستگی پیدا میکنن، تماس میگیرن، کمک میکنن سالیانه، اسم و آدرسشون مینویسن. اونا اون سازمانه، قبلا با یه سازمانی بودن، حتما آگهی هاشم تو تلویزیون مردم دیده بودید، فیرفکس یوت، یعنی جوانان فیرفکس، الان با یک سازمانی کار میکنن که این سازمان از زنایی که همسرشون کتکشون زدن اذیتشون میکنن، خود خانمه معتاده، یه نفر از سوء استفاده میکنه، و الان تو همین فیرفکس کاونتی که یه مدتی اولین کاونتی آمریکا بود، حالا اگه اشتباه نکنم شده دومین از لحاظ پول، دانش، شغل، حقوقای خوب، تو همین فیرفکس کاونتی، دوستان نازی‌آباد نیستیم، نمیدونم ایسگار راه آهن تهرون نیستیم، جاهای بعد شیراز شیشه‌گری و اون دباخی و اینا نیستیم، تو همین فیرفکس کاونتی آمریکا دخترهای 12 ساله تا 16 ساله رو گول میزنن. حالا یا به وسیله اعتیاد، یا به وسیله برات کفش فلان میخریم، یا به وسیله برات ماشین فلان میخریم، میارن اینها رو ازشون سوء استفاده جنسی سکسی میکنن. حتی توی هتل ها بارها شده گرفتن، یک مثلا زنی، یه دختر جوانی گفته من 3 ماه اینجا هستم نور آفتاب رو ندیدم، و اینا فقط برای من مشتری آوردن و مواد و خوراک و اینها، مشتری سکس رو انجام داده، پول رو داده به اون، اینجا میگن پمپ، پا اندازش، دست اندازش، چی میگن والا نمیدونم، دست انداز، چرا تو ایران به این بامپ میگفتین دست انداز؟ در هر صورت چه کار میکنن؟ همین دوستانی مثل آقای موسوی، همسر ایشون، دوستان دیگه میان یک کارای انجام میدن، به این کارا میگن گراس روت و به اصطلاح ریشه‌ای، و از مردم شروع میشه. و مثلا اونجا این کارتا رو گذاشته بودن، من نمیدونم میتونید ببینید شما یا نه، ببینید این کارت اینجاش، نه این ورش نوشته Be alert, be strong, be free. میگه مواظب باش، قوی باش و به اصطلاح آزاد باش. اینو اینجوری میشکنن، ببین اینو میتونن بذارن تو کیفشون، این یکی رو تو ماشینشون، این یکی دیگر رو میذارن سر سویجی، چی بهش میگیم اینجا؟ کیچین بهش میگن. این میذارن کیچین، شماره تلفن داره، نوشته که اگر براتون مشکلی پیش آمد، اگر نمیخواین حتی با دولت و پلیس و اینها
درگیر بشین، خودتون هم یه اشکال دارید، افرادی هستن که کاری به دولت ندارن، کاری به قانون ندارن، ولی شما رو به عنوان یک انسانی که الان احتیاج داره اون رو چیکار میکنن؟ کمک میکنن. این بالا دو تا خط تلفن و نمیدونم تکست و اینا رو فرستاده و میبینید یه کارت کوچولو درست کردن، این کارت سه قسمت میشه، سه جا طرف میتونه استفاده کنه، اینو میزنه سر کلیدش. اگه یه وقت رفت تو مدرسه دوستش بهش گفت میخوای مواد بکشی، گفت کجا؟ گفت بیا بریم. بردشو بعد گفت حالا دیگه نرو خونه، نمیدونم پدر مادرت ممکنه اذیتت کنن و فلان اینها. بعد این رفت دو ماه سه ماه بعد یه دفعه اینو اگه دید زنگ میزنه، اینو اگه توی والتش توی کیفش توی پرسش دید زنگ میزنه. و اونجا من یه آقای رو ملاقات کردم به نام آقای جو، فامیلش میر، این اسپل میر با اون شهردار فرق میکنه یه وقتی اشتباه نکنید. بذار من یه کمی صندلی رو ببرم پایین تر. بله، آقای جو میر از یه سازمانی به نام شلتر هاوس. شلتر یعنی سرپناه. شما مثلا یه جایی که بارون میاد و اینها میگه برید یه شلتر پیدا کنید، یه جایی سرپناه. حالا تو کلمه و اینا نمیدونم چیه، تو کلمه به اصطلاح انگلیسی معنی دقیقش رو نمیدونم، ولی این آقا اومد اونجا چند دقیقه صحبت کرد. وقتی صحبت کرد از اونا تشکر کرد، گفت که ما مشکلی که داریم این هتل هایی که گرفتیم که برای این دخترها برای این خانمها و اینها 56 تا تخت بیشتر نداره و بعضی وقتا ما شب شده که احتیاج به 100 تا 110 تا تخت داریم. چرا؟ یک خانمی شوهرش مست میکنه، قماربازه، میزنتش، دست بچه هاشو میگیره، از خونه میاد بیرون، به اینا زنگ میزنه، اینا میرن سوارش میکنن میبرنش این هتل تا فردا برن دولت، فردا برن دادگاه. اگر اینا این کارو نکنن اون زن ممکنه تا صبح کشته بشه. نمیاد فوش بده به ترامپ، نمیاد فوش بده به اوباما، نمیاد فوش بده به هیلری کلینتون. این آمریکاست دنیا. اگر موفق شده تو دنیا دلیلش اینه. بذارید وبسایت اینا رو بهتون نشون بدم، شاید این تصویر به اصطلاح خوب پیدا نیست. اسم وبسایتشون همین جوری که میگیم shelterhouse.org. org هم فکر کنم برای ارگانیزیشن ها و سازمان ها و اینها. این پسوند org روی به اصطلاح وبسایت ها کار میکنه. من صفحه اینا رو بهتون نشون میدم، امیدوارم از این صفحه دیدن کنید. به این دوستمون گفتم من مطمئنم که در جامعه ایرانی هم ما افرادی داریم که هم به کمک شما احتیاج دارن و هم به شما کمک خواهند کرد. این میبرمتون از سر. توضیح میده our mission یعنی هدف ما چیه، our vision به اصطلاح دیدمون چیه یا برنامه‌مون چیه و اینها، اینا همه رو توضیح میده. مثل دوستان ایرانی سنگای بزرگ ور نمیدارن که این سنگ بیفته رو پای خودشون. شماره تلفن دارن نوشته immediate need، یعنی اگر احتیاج سریع با شماره تلفن 703-435-4940. من سعی میکنم از این آقای جو میرم دعوت کنم یه روزی بیان، حالا یا اینجا یا با اسکایپ با هم صحبت کنیم بیشتر، ببینیم اینها چه کار میکنن و من و شما هم شروع کنیم. دوستان، یه دوست دیروز برای من یه چیزی نوشته بود، یه ویدیویی، و خود این دوستمون شما هم میشناسین ولی حالا شاید چون نخوان اسمشون رو بگم نمیگم. ایشون، من بارها بهش گفتم که من دوست ندارم با شما کل کل کنم، دوست دارم بیاین تو برنامه شما بگید منم بگم، شاید مردم بگن که بابا بالاخره خوب شد سوربی این همه حرف مزخرف زد و این همه حرف دروغ گفت، یه خانمی یه آقای اومده حرفای خوب میزنه، حرفای درست میزنه. اونها با شما تماس گرفتن گفتن شما درست میگی و من هم مجبور میشم که یاد بگیرم از شما و الی آخر. در صورت دوستان shelterhouse.org shelterhouse.org. این پایین هم میبینید که سازمان های مختلف، شرکت های مختلف. بذارید من اینم بهتون نشون بدم، این ماجرای سایت ها که اندازه های مختلف داره ما دیگه واقعا دیوانه شدیم از دستشون. ببینید الان این پایین
میبینید اینا حرکت میکنن، تا مغزتون میارید وای میسه که بدونی چی کنید. شما میتونید اگه شرکتی دارید، سازمانی دارید، میخواین که اینها به اصطلاح اینها رو اسپانسر بشید، حمایت کنید، باهاشون تماس بگیرید. وبسایتشون خیلی ساده ولی توضیح میده. اول میگه ما کی هستیم، دوم میگه ما برنامه هدفمون چیه، سوم میگه که برنامه‌مون اینه، وسایلمون اینه، به شما احتیاج داریم، اگر وسیله‌ای دارید اینها بیاین و کمک کنید. خود بنده دختر برادرم روانشناس، ولی توی این به اصطلاح خونه‌هایی که به این توی این شرکت‌هایی که به این خانم‌هایی که از خونه فرار کردن، در حقیقت اینا فرار نکردن، اون احمقی که توی اون خونه هست یه جوی درست کرده که اینا اونجا نمیتونن زندگی کنن. نمیدونم اسم این میشه بذاریم فرار، و اگه فرار هم هست فرار کرده. کمک میکنه و میگه که عمو اینا بعضی وقتا به ساده ترین چی احتیاج دارن، به همین بطر آب. شما 24 تاشو بخر $2.5، یعنی دونه 10 سنت، برو بذار اونجا، برو بذار اونجا، که این خانمی که با بچهش از خونه فرار کرده اومده اونجا یه آب سالم داشته باش. من این آب رو می نوشم با این امید که شما هم به فکر دیگران باشید، کمک کنید. خود بنده وقتی اینجاها میرم سعی می کنم اگر اونجا اکشنی چیزی گذاشتن یه چیزایی رو بخرم، همین یه شنبه 700 خورده پول دادم. اگر چیزی نیست، آقا من و شما وقتی میریم بیرون این روزا دیگه نفری $50، نفری $75 پول شام و مشروب میشه. دست کنید $100 بنویسید، بیزینس اگه دارید $150 $200 بنویسید، آخر سالم جزو چریتی از اکانت بیزینستون کم کنید. بپرسید از حسابدارتون، سالی 2000 خورده میست که میتونید کم کنید. ما که یه شرکت فسقلی کوچولویی داریم این کار انجام میدیم. خیلی جاها اگه کش دادیم میگیم بابا این همون چیزی که تو ایران میگفتن صدقه و ما هیچ وقت یاد نگرفتیم، ولی الان آخوندا ببینید چجوری هر سر خیابون اینجوری گذاشته صدقه. البته اگه درست استفاده کنن اون فکر خوبیه. این کلیساها اگه درست از مردم پول جمع کنن به دیگران کمک کنن فکر خوبیه، ولی پدرسوخته ها پولا رو میگیرن میرن هواپیمای شخصی برای خودشون میخرن، میرن بهترین خونه ها رو مثل قصر میسازن، میرن شهر میخرن، میرن جزیره میخرن. یه بار دیگه این وبسایت رو بهتون نشون میدم، حتما از وبسایت چیز به اصطلاح دیدن کنید. اینجا اسمش هست، اسمش هم نشون میدم، همین اسم shelterhouse.org/area. ببینید shelterhouse.org خیلی ساده، shelterhouse.org. ممنون و متشکرم. و اگر ای که دستت میرسد کاری بکن تا یه جامعه قوی داشته باشیم. و بله، برای این دوستمون که هی ویدیو میفرسته هر روز میگم آقا من خانم من بعد از دیدن این فیلم باید چی کار کنم، یه چیزی میسینگه، میسینگ یعنی یه لینکی گم شده، من باید چی کار کنم، میگه خب من همین که نگاه میکنم گریه میکنم. میگم اگر گریه کردن و اشک ریختن کمک میکنه، من بطر آب میخرم هی میریزم بگو این سربی اشک ریخت. اینجوری نیست که، بابا با برنامه با هدف اومدن پیش. حالا اشکال کار ما کجاست؟ ببینید این آقای رامین پیرامون ژورنالیست 50 سال تو کار ژورنالیست. من بهش میگم من امروز برنامه دارم، میگه چه ساعت شروع میشی؟ میگم 2 بعد از ظهر. میگه به وقت اروپا به من بگو کیه که من تبدیل کنم به وقت ترکیه. فوری زدم تایم این ترکی، گفت 7:30. گفتم آقا ساعت شما میشه 7:30 مثلا، یا 7 میشه همینجوری توی چیز اروپا مثل که میشه 2:06:08. و بهش میگم شما که ژورنالیستی هنوز بلد نیستی یه وقتی رو خودت پیدا کنی، هی هر دفعه از من میپرسی حالا به وقت شما کی میشه. یادتونه تو ایران وقت رو که عوض میکردن تا 6 ماه
طرف میگه حالا به وقت جدید میای یا وقت قدیم، تا دوباره عوض میشد میگه حالا به وقت جدید میای یا وقت قدیم. حالا دیگه بعد میگفتیم به وقت قدیمی که جدید بوده، که حالا قدیم شده که جدید. بابا اینجا تا زمان عوض میشه، زمان عوض شد، ساعتت، کامپیوترت، اینا عوض میشه. اونایی هم که تو خونه 13 تا ساعت من باید عوض کنم، اونا رو عوض میکنیم. دیگه هیچکی از هیچکی نمیپرسه به وقت جدید یا قدیم، چون وقت زمان قراردادیه. تا دیروز قرار گذاشتیم امروز ساعت 1:27 دقیقا، از دیروز امروز شده 2:27 دقیقه، 2:27 دقیقه تمام. حالا ایشون نوشته برنامه امروز مستقیم است یا تکراری؟ متشکرم، چون امروز سوم می میباشد. مگه ما نوشتیم چی؟ ما نوشتیم چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه. اجازه بدید ببینم اینجام نکنه اشتباه نوشته باشم. اینجام نوشتیم می 13 می 3 می درست نوشتیم آقای پیرامون، اذیت نکن بابا دیگه. بله، بعد دوباره همون نوشته رو گذاشتن، روی نوشته کلیک کنید سایت باز می شود، لینک آن سایت در کنار عکس من دیده می شود، قسمت زیر باز کردم خوندم دیدم، ولی نه آقای پیرامون، بنده قبول دارم که این آقای سعید کریمیان کارش خیلی خراب بوده. اتفاقا امروز یک خانمی یک چیزی نوشته بود رو وبسایتش، اینها بذارید از خودش نشون بدم، چون این خانم جزو اونهایی هست که به کارما باور داره. کارما میدونید که اینایی که بودایی هستن، هندی هستن، اینا یه چیزی هست کارما، حالا من نمیدونم توی فارسی بهش بگیم چی، وجدان، عدالت، نمیدونم یه چیزی میگن به اصطلاح دنیای نظمی داره که اون نظم و اگه شما به دیگران خوبی کنی اون کارمای خوبی و اینها به شما خوبی برمیگردونه، اگه بدی کنید بدی برمیگردونه. این خانم توی سایتش نوشته بود که ترانه میری، دوستان بذارید من پیداش کنم، ترانه میری، عکس این آقا رو گذاشته بود با شبخیز، بعد گویا این آقای سعید کریمیان شریک یه آقایی بوده. بله بذارید اینجا بریم، کجا هستیم؟ خودم نمیدونم کجا هستیم. گفت آی من چه کار میکنم، ماجراشو میدونید دیگه، براتون تعریف کردم. دوستمون از شهرستان رفت تهران، بعد اونجا زور بهش فرستادنش تو خیابون بره آب و حوض بکشه، بیچاره خیلی فکر خیال داشت یادش رفت چه کار میکنه. ببینید دوستان، این خانم ترانه میری، توی پرانتزم نوشته ترانه بانو، میان یکم پایین تر اینجوری، ببینید مستند، ما هرچی میگیم سعی میکنیم مستند، به غیر از حرفایی که خود من میزنم اونا به جای مستند مزخرف. بعد نوشته که مطالب یک سال پیش من و امسال کارما، این کارما من هی میخوندم کارما، گفتم خدای این چی، آقای رودولف کم کم کارما داره کارما داره دستش به سعید کریمیان میرسه، حتما نگاه کنید تا شما قربانی این مرتکه نشین. نوشته سکس سعید کریمیان مدیر شبکه جم با کارمندان زن شبکه، بعد زیرش هم نوشته فیلم لو رفته از تجاوزهای مکرر سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی به زنان و دختران کارمند در شبکه خود، وقتی میزنی این فیلم رو یوتیوب برداشته، حتما کسی شکایت کرده. در هر صورت این پایین تر میخونید که این رو هم چند روز پیش گذاشتن، همون روزی که ایشون ترور شده، و گویا این عکس آقای رودولف با آقای شبخیزه. نوشته ترور سعید کریمیان کارمای کارهای خودش بود، همیشه خبر شنیدن فوت کسی خوب نیست، ولی خیلی وقت بود که با خدا راز و نیاز میکردم که چرا راحت تلویزیون جم رو از آقای رودولف دزدید و باعث فوت ایشون شد و هنوز سزای کارش رو نگرفته. الان همین لحظه دوباره به هم ثابت شد که کارما وجود داره. روحت شاد، ولی من حلالت نمی کنم چون رودولف رو از ما گرفتی. بعدم اینجا تعریف میکنه یکی بود نکی نبود و اینها، بعدم میاد این پایین عکس ها و به نظر میرسه که این خانم ترانه میری
یه چیزایی میدونه، منم براشون نوشتم بیاین مهمون ما باشید تا با هم صحبت کنیم، اگر آمدن خوش آمدن، اگر نیامدن به امید دیدارشون یه وقت دیگه. دکتر ایران بومی به من گفته بود که چون باید بره به طرف هامبورگ و به طرف مونیخ و اینها، ممکنه این یه دو روز همش تو مسافرت باشه و اینها امکان نداشته باشه با ما صحبت کنه، ولی من اون ویدیویی رو که ایشون درست کرده میذارم، اگر خواستید به سمینارهایی که میذاره در شهرهای مختلف آلمان برید. فکر کنم برای ماه می هم، یعنی تو همین ماه هم میان آمریکا، و اگر بیان آمریکا حتما باید بیان اینجا بشینن با شما صحبت کنن. اگر آمدن آمریکا و اینجا نیامدن، بنده بدون اینکه ایشون رو ملاقات کرده باشم ازشون قهر میکنم. اینم از این. در دادگاه به کسی داد ندادند، بنیاد کسی نیست که برباد ندادند. این رو ایشون گفت، گفتم دنبالش رو سب کن موقعش مصاحبه و اینها. دوستان عزیز اجازه بدید من یک دو سه دقیقه ای آگهی ستار رو بهتون نشون بدم. یک شنبه دوستان رفتن نیویورک، اینه آقای مهدی تبریزی که میگم کارت پیوسته نیست، رهروان است که آهسته و پیوسته رود، رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود. شما یه دفعه کنسرت میذاری یه دفعه پیدات میشه، یه دفعه سفر مسافرت نیویورک میذاری پیدات میشه، بعدش دوباره میری تا 26 آینده. این نیست، این درست نیست. وقتی رفتی برگشتی باید از صبح که دوستان آمدن سوار اتوبوس شدن در دو ایستگاه، یکی مثل که ویرجینیا یکی مریلند، اینا رو عکس بگیرید، تو راه که دارید میرید عکس بگیرید، وقتی نیویورک رفتی عکس بگیری، اینا رو بفرستین ما نشون بدیم. به دو دلیل، هم برنامه‌های ما پر میشه، حرف بیشتری برای گفتن داریم، هم مردم میگن که چقدر بد شد ما نرفتیم، صبر کنیم حتما برنامه آینده بریم. ولی ستار بهتون گفتم که داره میاد اینجا و ضیافت شب نشینی، ضیافت و شب نشینی با ستار. این شب نشینی میدونید از کجا شروع شده؟ شب معمولا میخوابیدن دیگه، اون موقع تا تاریک میشده میخوابیدن، برق و اینا نبوده که، وقتی بیدار مینشستن دور هم بوده، برنامه بوده، میگفتن امشب شب نشینی داریم، دور هم مینشینیم و برنامه خوش میگذره. شنبه 6 می در سالن چری بلاسم استرلینگ ویرجینیا، پذیرایی کامل با بوفه مفصل، انواع پیش غذاهای ایرانی. دوستان صحبت از شام نیست، ساعت 9:30 شب تو آمریکا کسی شام نمیخوره، اگه اون موقع شام بخوری تا صبح خوابت نمیبره. در هر صورت اینها پیش غذا و نوشیدنی غیر الکلی و چای و قهوه و شیرینی، نوشیدنی های الکلی رو شما خودتون میتونید بخرید بدون محدودیت سنی، همراه با پارکینگ رایگان، پری سیل تیکت $85 $85 VIP $125. Tickets are available at most Persian store online at www.kodum.com. و شماره تلفن رزرو هم هست، for reservation please call 571-242-0226 571-242-0226. بنده هم اونجا هستم و خوشحال میشم با شما دوستان هم سلام و احوال پرسی داشته باشیم، ولی به همین اندازه. سلام، حالتون چطوره؟ حالم خوبه، امیدوارم شما هم خوب باشین. ستار live in concert Saturday May 6, 2017. Doors open at 9 p.m. Show start at 9:30. Cherry Blossom Banquet Hall. و این یعنی بانکوت هال یعنی سالونای پذیرایی و تالار هم ما بهش میگیم دیگه. آدرسش هم هست 4610 Lake Center Plaza Sterling Virginia. اگر در رابطه با اینفورمیشن آدرس و تماس و اینها مشکلی داشتید با من تماس بگیرید. من چون خبر بدی شنیده بودم درباره آقای رشید سلدوزی، صاحب فروشگاه ساسان و کامران، این اسم بچه هاش هست، ساسان و کامران، آقای محبی به من گفته بود که ایشون گویا سکته کرده و اینها، هم اون روز زنگ زدم
کسی نبود در مغازه پاسخ بده و هم امروز زنگ زدم تلفن کسی ور نداشت ولی رفت روی پیامگیر، پیامگیر پر بود. این حکایت از این میکنه که کسی در مغازه نیست. به تلفن دستیش زنگ زدم که من معمولا مزاحم کسی با تلفن‌های موبیل، تلفن دستی، تلفن همراه نمیشم، ولی این چون حالت ارجنت داشت، امرجنسی داشت، این کارو کردم. اونجا متاسفانه کسی پاسخ نداد. اگر کسی از شماها خبری از ایشون داره، امیدوارم خبر خوبی هم باشه، ما رو آگاه کنید تا به دوستانمونم بگیم. و اما از برنامه ستار میریم به برنامه روز بزرگداشت مادر. این رو دوستان افغانی برنامه گذاشتن و دیگه فرقی نمیکنه. اینجا که اومدیم مثل اون آهنگی که میگه اهل هر کجا باشیم ما همه ایرانی هستیم، حالا اینجا هم اهل هر کجا که باشیم فارسی زبان هستیم و انسان هستیم، با هم خوش باشیم. بزرگداشت روز مادر مرکز هنری و فرهنگی پیوند با افتخار برگزار میکند شنبه 13 ماه می، Happy Mother's Day, Saturday, May 13, 2017 با هنرنمایی خواننده محبوب سهیلا همراه با موزیسین ناماشنا سیامک و دیجی همراه با پذیرایی و صرف شام. اینجا هم هست نوشته کیترینگ رستوران البرز. بله، قیمت بلیت $35 از ساعت 7:30 عصر تا نیمه شب. فروش بلیت در فروشگاه های یاز، اصل، ساسان. این پایین یه توضیح دیگه ای دادن که بذارید من اینم بهتون نشون بدم. کجاست؟ اینجاست. ببین آقای تبریزی چقدر قشنگ این دوستان توضیحاتشون کامله، دیگه دنبال این برای چی هست و چه خبره و اینها نداره. اینجا نوشتن توجه به دلیل محدود بودن جا لطفاً بلیت خود را زودتر خریداری فرمایید. پایین‌تر نوشتن خواهش مندیم برای اطلاعات بیشتر با خانم افسانه تلفن 571-359-1374 تماس حاصل فرمایید. آدرس 8991 بروک رود مکلین ویرجینیا 22102. من هفته پیش چهارشنبه اونجا بودم، جای بسیار قشنگ و خوب و راحتی هست. اون اشکالای واشنگتن و پارکینگ و پارکینگی $40 اینا نداره، یک کلیسایی هست و میدونید که مکلین این دوستان ایرانی همشون جمع شدن اونجا برای چی؟ برای که محله پولدار هاست. و چرا ما اونجا نیستیم؟ برای که ما پولدار نیستیم. مشکل حل شد، بریم برنامه رو ادامه بدیم. و اما یک فامیلی ما داریم، ایشون اسم نویسی میکنه برای این لاتاری گرین کارت و خیلی جالبه. برای من دیروز نوشته بود که نتایج قرعه کشی 2018، حالا شما ببینید آمریکا، ببخشید اینو میگم، ما درسته که فلسفهش روی مهاجرین و اینها بنا شده، ولی الان دیگه کرم داره. آقا تو از این ور 12 میلیون آمدن اینجا که تکلیفشون رو نمیدونی، از اون ور میخوای قانون بذاری که کسی نیاد اینجا، ولی از این ور میای هی این لاتاریا رو میذاری، این مردم بیچاره رو تار و مار میکنی از خونه و زندگیشون و میکشی میاری اینجا. اینام وقتی میان با یه امیدی میان، بعضی هاشون اصلا خبر ندارن آمریکا ماجرا چی هست، مخصوصا اگه دوستانی رفته باشن اونجا پوز داده باشن، به قول ما شیرازی ها چوسی آمده باشن که آقا شماها دیوانه اید اینقدر کار میکنید، ما که تو آمریکا کار نمیکنید، 4 نفر استخدام کردیم اونا کار میکنن، ما هر روز نشستیم. البته حقیقت چیه که والا تو ایران به نظر میاد کسی کار نمیکنه، ولی یه چیز جالبی من اینجا دیدم. میدونید که وزارت امور خارجه آمریکا به زبان فارسی برای مردم چی مینویسه؟ USA در فارسی. اینجا نوشته که در پاسخ به پرسش‌های متعدد شما درباره زمان اعلام نتایج قرعه‌کشی گرین کارت، توجهتان را به اطلاعات زیر جلب می‌کنیم. شرکت کنندگان در برنامه قرعه‌کشی روادید، اینو من نتونستم بخونم، این چیه؟ کونکونی. بعد تو پرانتز نوشته لاتاری گرین کارت. وقتی شما اینو تو پرانتز می‌نویسی یعنی این واضح تره، ولی معنیش اینه. این که قرنت بره همون لاتاری گرین کارت می‌نویسی چیه؟ این من نمی‌فهمم، این گونکونی چیه یا کونکونی چیه؟
میبینید دوستان، سال 2018 از تاریخ دوم ماه می 2017 شنبه این دوستمونم با ما تماس گرفته بود. ما دوشنبه از هر جایی که بودیم تو سه‌شنبه از هر جایی که بودیم تو واشنگتن هی تماس گرفتیم با این وبسایت، بلکه این خبر رو ببینیم و اگر خبر قبولی اینها هست ما به اصطلاح اولین کسی باشیم که خبر خوب رو بهشون میدیم و شیرینی رو بگیریم، بعدم بهشون هیچی نگیم که والا این آمریکا اون بهشت برین نیست، والا بلا از قدیم گفتن که مرغ همسایه قازه، از قدیم گفتن که چمن همسایه سبزه، و الا به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. باورتون میشد که تو آمریکا من و شما باید بریم نمیدونم توی همچین برنامه شرکت کنیم، شلتر هاوس، یا توی این برنامه شرکت کنیم که ترافیکینگ ایندیکیشن، جوونا دخترها رو میدزدن این ور ور میبرن ازشون مثل برده، ای کاش مثل برده استفاده میکردن بره تو چمین توی زمین نمیدونم شلغم و توت فرنگی جمع کنه. سکس وقتی هم ازشون میخوان سکس استفاده کنن اینا رو اول معتاد میکنن که طرف نفهمه کجا هست، شب، روز، چه بلایی سرش میارن و الی آخر. این از این. خب یه نفرم یک گیفت کارتی ما داده برای TGI Friday یعنی Thank God It's Friday، یعنی خدا رو شکر که جمعه است، هنوز جمعه نشده و اما جمعه هم خواهد شد، با شما خواهیم بود. شما هم اگر کارهای غیر انتفاعی میکنید ما به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت یه بار آگهیتون رو میذاریم، ولی اگر شما میخواین آگهیتون رو پخش کنید بابا جون شما هم مثل شیر خورشید نمیدونم مثل صلیب سرخ مثل این سازمان ها باید یه پولی برای تبلیغ بذارید. هی نگید ما سازمان غیر انتفاعی هستیم. اگر من همش برای سازمان غیر انتفاعی کار کنم قرارش من ورشکست کنم برم بیرون، شما سازمان غیر انتفاعی که نبودید هیچ، سازمان ضرر بودید، به من ضرر زدید، منو از بیزینس بیرون کردید. و اما اینم لاتاری کنکونی رو براتون گفتم، اگر شما معنیشو میدونید به ما بگید. خب میگن این پدیده در ایران زیاد شده. بله مردم گویا از فشار زندگی یک، ببینید دوستان من دوتاشو میگم، از فشار زندگی یک، دو از این مواد مخدری که شیشه و چیزای دیگه اسمش هست بعضی وقتا لخت میزنن بیرون، تا حالا چند تاشونو اینجوری تو خیابونا گرفتن، آدمای بیکارم ازشون عکس میگیرن، یه سری هو میزنن، یه سری میخندن، وقتی اینا رو میگیرن بعضی هاشون نشون میده که استرس و فشار زندگی انقدر زیاد بوده، طرف دیدی میگه آقا دیگه از دست این مشکلات دلم میخواد یقم رو پاره کنم و لخت و پتی برم تو خیابون. این بیچاره ها دارن این کار انجام میدن، یا اینکه مواد مخدر تزریق میکنن، شیشه، نمیدونم اکسدی، چی بهشون میگن والا من نمیدونم، و خدا نکنه که آدم تو این کارها وارد بشه، اون وقت را میافتن توی خیابونا و به این صورت. اینم از این. ممنونم از آقای شهرام عزیز دوست نازنین، نوشته که میگن این پدیده در ایران زیاد شده. خب باید با آخونده ها گفت اونجوری که شما دارید حجاب و فشار میارید، البته موقع انتخابات یک کمی شل میگیرن، گشت ارشاد درست میکنین و گشت فلان و بیسار اینها، بعدش این میشه. یادمه سالها پیش 30 سال پیش وقتی من بدم آمریکا، خب این داداش من اون موقع دیرکتور چیز بود، سه جا درس میداد و دیرکتور بود و اینها، همیشه پنج یعنی کت و شلوار و کراوات و اینها، ویکند که میشد خیلی کژوال لباس میپوشید، خیلی راحت، یه تیشرت، یه شلوار جین و اینها. ما بهش گفتیم بابا این چجوریه، خب ما از ایران بعدا رفته بودیم آلمان، حالا خوب که انگلستان نبودیم، انگلستان که میدونی شما اول از صبح که بیدار میشی باید بریم مسواک بزنی و ریش تو بزنی و لباس و کت شلوار کراوات بیای تو اتاق میخوای صبحونه بخوری، حالا همه فکر میکنن میخواد بره عروسی مثلا. در هر صورت ما همون آلمان هم که بودیم دیدیم اونا هم یک کمی این آداب و رعایت میکنن، ولی آمریکا که میاد قربونش برم همه آزادن. و داداش من اونجایی که من بهش این حرفو زدم توی بار بود که اون دوستاش هم اونجا بودن، بعد رو کرد به دوستاش گفت آقا شما برای این توضیح بدید، شمایی که یه هفته کت و شلوار و کراوات میپوشید
روزای شنبه یه شنبه دوست دارید چی بپوشید؟ باور کنید همشون به اتفاق گفتن ما دوست داریم لخت بریم تو خیابون. من دیگه دهنم بستم و دیدم اینجوری. چند روز پیش من میخواستم بریم یه جایی، خانم گفت اینجوری میخوای بری؟ گفتم آره. گفت با این شورت؟ گفتم آره. گفت این شورته که اینجاش پاره است؟ گفتم بابا این خواننده رو نگاه کن، شلوار 400 دلاری 500 دلاری همه جاش پاره. حالا یکی هم اشتباه ما رو ببینه فکر میکنه ما از اون شلوارای مد خریدیم، در اصل نایزش ما اونجوری بریم تا شورت رو عوض نکردیم و شلوار بپوشیم. گفت نه نه نه، شما وقتی شما توی این خونه هستین باید اینجوری باشین. خب امیدم میگه یه زنگ به من بزن بگم خب what number، ما که هر وقت به شما زنگ زدیم امیده امیدوار رفته روی پیامگیر و اینها. خب آقای شاهپور شاهرخی هم مدت هاست آقا با شما نبودیم، ولی حالا که شما هستید و ارتشی هستید بذارید بریم سراغ یه دوست ارتشی که من از ایشون گلمندم و ایشون میگه آقای سرمی من نمیفهمم شما چی میگی. گفتم آقا اشکال بزرگ ما همینه، الان مردم آمریکا نمیفهمن این ترامپ چی میگه، نمیدونم رفتن دانشمندا زبانشناسا رو آوردن بیان تو رو خدا برای ما ترجمه کنید ببینید این چی میگه. و من الان برای شما میگم بریم با هم این پیام این دوستمون رو بشنویم. اسمشون هست امیر منصور آریا. اوکی حالا من به شما نشون میدم این صفحه ایشون، یه تبلیغ مجانی هم براش باشه. چرا؟ چون ایشون وقتی من میام یه جایی می‌نویسم برنامه من امروز ساعت 2، این میاد زیرش می‌نویسه ارتش آزادی بخت به فرماندهی دکتر تیمسار ارتش بود. میگمش آقا جون ای کار شما بهایی بودی یه درس اخلاقی می‌بردن یاد می‌دادن. من 100 بار تو برنامه‌هام گفتم این کار درست نیست. من اگه آمدم نوشتم پدرم فوت شده و این شنبه برنامه دفن و کفنش هست، اگه زیر کاغذ اینقدر جا بود شما نباید بیای بنویسی که ضمناً مادر منم میخواد شوهر کنه و عروسیش فلانجاست یا هر کس یک آقای خوبی سراغ داره بیا به ما به این شماره تلفن تماس بگیره. این کاری که شما میکنی هیچ فرقی با این توضیحی که من میدم نداره، یا حداقل من هیچ فرقی نمیبینم. حالا ایشون آمده برای من پیام گذاشت. فقط دوستان با دقت گوش کنید ببینید چه کسانی ادعای رهبری اپوزیسیون میکنن. یه آقایی تنها حالا یا تو آلمانه یا تو ایرانه توی اتاق کوچولو نشسته، امروز از طریق این فیسبوک یه دریچه‌ای شده که سرش رو بکنه بیرون نگاه کنه. به جایی که سرش رو بکنه بیرون نگاه کنه این در رو باز میکنه شروع میکنه فریاد زدن. فکر میکنه هرچی بیشتر داد و فریاد کنه این آدم بزرگتر میشه. بذارید ببینم 4 تا پیام گذاشته. واسه ببینم اینه. درود و احترام. امیر منصور آریا هستم. و از مارک زدن به هم دیگه و بی‌تفاوتی دست برداریم. خب اینا رو که من و شما سالهاست که هم وطن گران سنگ مبارز، لطفا در حد امکان خط وایبرتون رو بفرمایید. آقا من وایبر ندارم، قرار نیست هر چیزی که شما دارید همه داشته باشند. من بیش از 13,000 نفر روی این دوتا فیسبوک باهاشون هستم. یکیش وایبر داره، یکیش اومی داره، یکی ویمی داره، یکی بیبی داره. بابا جون بیشترینش یا الان اسکایپه یا همین تلفن. من تلفن دارم، اسکایپ دارم، ایمیل دارم، فیسبوکم دارم. حالا شما میگی وایبر، اون یکی میگه تلگرام، من ندارم. ولی اون چیزی که من میگم، شما از چه طریقی منو میشناسی؟ از طریق فیسبوک. چه کار میکنی؟ هر وقت من میام مینویسم من برنامه دارم، شما میای دزدی میکنی، اون زیرش مینویسی ارتش آزادی بخش ایران. آقا ما ارتش آزادی بخش نمیخوایم. ارتش آزادی بخش داریم. این سازمان مجاهدین نگاه کن ماشاءالله بعد از 50 سال الان کارش رسته به جایی که میشینه این ویدیوهای مسخره رو درست میکنه. بعد به مردم میگم شما میدونید این مال سازمان مجاهدینه؟ میگه ای بر پدر و مادرشون لعنت، من اگه میدونستم اصلا نگاه نمیکردم. میگفتن این ارتشیه که ادعا میکنه آزادی بخشه، 50 سال 120,000 تا کشته دادن، خودشون رو از عرش
عرش این بالاست دیگه، توی مغز مردم اون احترامی که اونها داشتن خودشونو به فرش رسوندن. فرش کجاست که هر کسی میتونه روش راه بره، از صدام حسین گرفته، اولیش خمینی، خمینی روشون راه رفت، دومی صدام حسین، بعدش نمیدونم این شیخهای عرب، اون شاه اردن، حالا این گدگودوهای مکین دیوانه، نمیدونم دارید دیگه میبینید شیخ فضل چه چیه، ترکی الفیصل فلان اینها. دوست عزیز این چیزایی که تو میگی اینها شعار تو خالیه. شما چند نفری که شما فرماندهشون هستی؟ اسامیتونو بنویسید. و اگه ارتش آزادی بخشی هستید که جرئت نمی‌کنید اسمتونو بنویسید، بهتر قبل از اینکه کسی بهتون حمله کنه برید بمیرید. و شما چند سالته؟ کدوم رهبر ارتشی ما دیدیم که 80 سالش باشه؟ هستن دیگه، این فیدل کاسترو اینا همشون تو خواب فکر میکردن رهبرن، یه مشتی مرده های متحرک، اینا تازه میخوان به مردم جوان 20 ساله و 25 ساله بگن چگونه زندگی کن. اون اصلا اینو قبول نداره. در صورت دوستان این آقای امیر منصور آریا، من نوشتم دوست گرامی کاری که شما میکنید این دزدیه. بذارید حالا ببینم آخرین پیامش. اولا وقت میخواد یه پیام بنویسه 20 تا آگهی هی برای من میفرسه، ارتش فلان، گوش کنید یه دقیقه صحبت کرده. با نهایت درود و سپاس جناب آقای سربی، هموطن عزیز مبارز آزادی خواه. آقا شما از کجا میدونی من مبارزم، آزادی خواهم؟ شما از کجا میدونی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا تعارف میکنی؟ من برای اون دوستم نوشتم، نوشت که با دیدن این ویدیوها شاید کاری انجام بدیم. گفتم خانم اگه ما کاری انجام میدادیم که دوممونو نمیذاشتیم لای پایمون فرار کنیم. بنده تنها کسی هستم که میام میگم آقا بنده ترسیدم فرار کردم، و نمیام مثل آقای رضا فاضلی و دیگران عربده بکشم بگم آوی نفس کش. کیا این کارو میکردن؟ آدم های مستی که روز جرئت نمیکردن به همسایشون صحبت کنن، شب یه چیکه عرق میخورد شهامتش بزرگ میشد، تو خیابون راه میرفت این سایه خودشو میدید، فکر میکرد این بلندی سایه قد خودشه، میمد عربده میکشید. این مجریای تلویزیون، صاحبای تلویزیون، اینا عربده میکشن. میخواین منم عربده بکشم؟ این چاقو من کو؟ این اینجا سر چیزای پستی رو باش باز میکنه. آوی نفس کش، اینجوری میگیرن. آوی نفس کش. وقتی هم یکی آمد میگه آقا ببخشید معذرت میخوام، من میخواستم بگم یه لیوان آب بدید ما بخوریم. میگم شما که نمیترسی برو ایران. میگه آقا میگیرن میکشنم. میگم خب حالا فهمیدی؟ ما هم داریم همینو میگیم، پس چرا دروغ میگیم؟ حالا بزنین این آقای مبارز هموطن فلان چی میگه؟ ارتش نوین ملی ایران زمین برخواسته از سود قلبهای وطن پرست آریایی داخل و خارج از کشور میباشد. ارتش نوین ملی ایران زمین به صورت عملی و علنی با هویت حقیقی وارد میدان براندازی شده است و احتیاجی به تبلیغ ندارد. اولین اشتباه شما همینه که شما میگه احتیاج به تبلیغ نداره. آقا ارتش آمریکا تو خیابون که میری داره تبلیغ میکنه، تو تلویزیون که نگاه میکنی داره تبلیغ میکنه. چرا؟ چون اونا حقیقی هن. چرا؟ چون میخواد جذب نیرو کنه. میگه شما بیا آرمی، نمیدونم you want be what you want to be، هم چیزی بیا به ما بپیوند، شما میتونی اونی باشی که هستی. شما میگه احتیاج به تبلیغ نداره. من میگم شما آدم دروغگویی هستی. اگه احتیاج به تبلیغ نداره چرا میای اون زیر کامنت من که نوشتم امروز برنامه دارم دزدکی مینیسی ارتش آزادی بخش؟ احتیاج به تبلیغ دارید، دروغگو هستید و نمیخواین پول خرج کنید، مفتخور هستید، حاضر نیستید 10 دلار خرج کنید 13000 نفر ببیننتون، میخواین دزدکی بگید ما اینجا هستیم و نمیخوای یاد بگیری. به یه سن و سال رسیدی که در گوش و چشم و حلق و بینی و همه رو بستی و فکر میکنی همه چیز رو میدونی. آقای امیر منصور آریا، من برای شما یه چیزی نوشتم، شما نوشتی من متوجه نمیشم. گفتم اگه خواستی من به توضیح میدم، به جای توضیح برداشتی برام ارتش آزادی بخش رو تبلیغ میکنی.
آقا این ارتش آزادی بخش شما اسلحه داره؟ کدوم کشور هستی که اجازه حمله اسلحه داری؟ برو آقا. من نمیدونم بزرگوار، شما یا متوجه نیستید و یا من شما رو نتونستم درک کنم. منتظر تماس. ببینید، نمیگه من نمیفهمم، میگه من، میگه یا شما متوجه نیستید یا من شما رو درک نمی کنم. یعنی در هر دو صورت اشکال رو میخواد به من بچسبونه. آقا جون شما نمیفهمی، من خیلی ساده دارم میگم. آقا بنده اینجا نوشتم امروز ساعت 2 بعد از ظهر سربی برنامه زنده داره، شما یا لایک میزنی یا ماکسیمم زیرش می‌نویسی که من میخواستم نگاه کنم نیستم، تو آفیسم بعد ضبط شدهش نگاه میکنم، یا از من میپرسی کجا میتونم نگاه کنم یه چیزی در این رابطه. اونی که نفهمه، اونی که دزده، اونی که دروغگوه، میاد می‌نویسه ارتش آزادی بخش نوین ایران زیر برنامه سربی. وقتی هم سربی بهش میگه، میاد دوباره میگه که هموطن آزادی خواه، برو دنبال کار زندگی. اگه نوه داری برو با نوت بازی کن، اگه بچه داری برو با بچهت بازی کن. نمیگم بچه بازی کنه، برو با بچه خودت بازی کن. چی میگم برو؟ جناب سربی محترم، افکار ارتش نوی ملی ایران زمین رهایی از یوغ استعمار و استبداد مذهبی از اسارت عده‌ای واپسگرا تروریست را میباشد. شما دوستان این جمله رو من بهتون نشون میدم، چون ممکنه یه وقت بگی بابا این سربی هم عجب هنرپیشه یا چه دروغایی میگه. دوستان این جمله رو نگاه کنید، شما برای من بخونید، بگید این فعل و فاعل و مفعولش کجاست. جناب سربی محترم، افکار ارتش نوین ملی ایران زمین رهایی از یوغ استعمار و استبداد مذهبی از اسارت عده‌ای واپسگرا تروریست را می باشد. تروریست را می باشد یعنی چی؟ اینا حالا رهبره. ای داده بیدار. کاش که کلاس بذاریم و از اول بریم یاد بگیریم. بیان یه جوک براتون بگیم. یه فیلمی چند سال پیش بود، این آقای بیل کازبی اون موقع هنوز گند کارش بالا نیومده بود که معلوم بهش چه موجود کثیفیه. روزی که پسرش تصادف کرد مرد، من چقدر دلم سوخت براش، چون اون که میمیره که دیگه چیزی حالش نیست، ولی پدری که باید حالا داغ نبود فرزندشو به اصطلاح تحمل کنه و اینا، خیلی من ناراحت شدم. ولی بعد فهمیدم که این آقا به 40-50 زن داروی به اصطلاح کم حسی بی حسی میداده اینا بی حس بشن. ناگفته نماند همینجا این خانوما خیلی هاشون دنبال سوء استفاده بودن، دنبال این بودن که حتی با این بخوابن بعد یه شغلی پیدا کنن و فلان اینا. خلاصه گندش میاد بالا. این یه فیلمی داشت به نام کازبی شو، یه خانواده ای رو نشون میداد که این بیل کازبی درست میگم اونجا دکتر بود، نمیدونم یه هم چیزی، خانواده خوبی بود، نشون میداد که بابا این سیاه‌پوستا همشون مفتخور و کمک نمیدونم دولتی بگیر و اینها نیستن، آدم داره دکتره، زنش اینجوریه، بچه‌هاش اینجوریه، موفق اینها. توی این داستانای مختلف زندگی رو میگه، خیلی قشنگ بود و برای انگلیسی یاد گرفتنم خیلی خوب بود. یه روز خانمش ازش پرسید که عزیزم، حالا تو رختخواب بعد از مثلا شام نشسته بودن تو رخت خواب، میدونی یا تلویزیون نگاه میکنن یا کتاب میخونن، بهش گفت که من اگه بمیرم شما کی ازدواج میکنی؟ گفت تو اگه بمیری من ازدواج نمیکنم. گفت نه، من دوست ندارم تو تنها باشی، بگو که ازدواج میکنم. گفت خب باش، حالا تو اصرار میکنی من ازدواج میکنم. تا گفت ازدواج کنم، خانم زد تو سرش، گفت میخوای منو بکنی زیر خاک ازدواج کنی؟ گفت نه آقا، من که چیزی نگفتم، تو شروع کردی. حالا همین جد به یه صورت دیگه ای امروز از ایران آمده بود به این صورت که یه خانمی به همسرش میگه که، به شوهرش میگه که من اگه بمیرم تو کی ازدواج میکنی؟ شوهرش میگه دیگه حالا تا موقعی که قبرت خشک بشه بعدن میرم ازدواج میکنم. خانم هم میگه که خب باشه، بازم درود به شرف تو که میگی قبرت خشک بشه، بعضی هنوز قبر طرف خشک نشده میرن با یکی ازدواج میکنن. آقای طبق قرارش و طبق گفتهش هر هفته ای دو سه روزی یه بار که میمده سر خاک، دست میذاشته ببینه این قبرش خشک شده یا نه. بذارید اگه پیداش کنم از روی خود چیزا براتون بخونم. بعد بله اینجاست، اینو آقای بهزاد روحانی گویا گذاشته بود، ما هم از
ببینید دوستان، رسم اینه از یه جایی که برمیدارید اولین کاری که میکنید به اون کردیت بدید. اتفاقا ما با یوتیوب خیلی گرفتاری پیدا میکنیم، تا یقمونو میگیرن بهشون میگم که تون نرید، یکم یواش برید، ما این رو اجازه به اصطلاح کردیت بهشون دادیم، یعنی اگه ازشون اجازه نگرفتیم ولی به مردم گفتیم که این رو آقای بهزاد روحانی گذاشت نوشته، ما هم گذاشتیم اینجا. میگه زنی به شوهرش گفت وقتی من مردم چند وقت بعد زن میگیری؟ مرد گفت وقتی خاک قبرت خشک شد. زن اولی گفت آیا قول میدی؟ مرد گفت زن گفت ببخشید آیا قول میدی؟ مرد گفت بله قول میدم. بعد از اینکه زنش فوت کرد هر روز مرد میره سر قبر تا ببیند خاکش خشک شده یا نه. تا یک سال دید که خشک نمیشود، تا اینکه یه روز عصر رفت دید که برادر زنش داره روی قبر آب میریزه. سوال کرد تو اینجا چه کار میکنی؟ برادر زنش گفت وصیت خواهرم را اجرا میکنم که گفته هر دو روز بر روی قبرش آب بریزم. بعد نوشته این است مکر زنان، زنده بلا، مردش هم بلا. اصلا در همین راستاست که آقای اندی خواننده خوبمون میخونه بلا ای بلا دختر مردم. باید اینو برای اندی هم بفرستم. در صورت اینم جوکایی که گفتن، البته گاهی وقتا من جوکا وقتی در رابطه با خانم ها هست مخصوصا مستند نشون میدم که برای خودم دشمن درست نکنم. خب دوستان عزیز، ساعت 3:02 است و هنوز از آقای ایران بومی خبری نیست. احتمال زیاد ایشون توی عوض کردن قطار و فرودگاه و توی فرودگاه هم میدونی که هر کسی از قطار پیاده میشه فوری میخواد اینترنت استفاده کنه و اینها، بعضی وقتا سرعت اینترنت اونجا چیز نیست، به اصطلاح کافی نیست برای اسکایپ و وسایل دیگه. در صورت حالا اگه شد یه وقت دیگه صحبت میکنیم. این نوشته که ریاکت، بله ما میگیم لایک رو زدیم، بسیار عالی. خب بیایم اینجا. آها، در رابطه با این آقای سعید کریمیان، همونجوری که گفتم به این وسیله میخوان دیگران رو بترسونن که اگه شما هم صحبت کردی جمهوری اسلامی میاد 27 گلوله بهت میزنه. ولی تا اونجایی که ثابت شده این آقا نه فعال سیاسی بوده نه جمهوری اسلامی کارش داشته، تازه یه جورایی هم هست که با جمهوری اسلامی در رابطه بوده، چون جمهوری اسلامی یه نفر آگهی اگه میداد به NI TV و حتی بعد به تلویزیونایی که به تلویزیونهای انترتینمنت مشهور شده بودن، تلویزیون شبخیز، تلویزیون علیرضا امیر قاسمی، تلویزیون آقای رفیعی، حتی ایران نمیذاشت به اینا تبلیغ بدن. ولی چگونه قشنگ مجاز میذاشت همه اینا به جم تی وی تبلیغ بدن؟ این اولین سوال بزرگیه که باید از خودتون بکنید. اونایی که بدون هیچ مطالعه‌ای هی ور میدارن میفرسن که جمهوری اسلامی یک نفر دیگر را هم ترور کرد، آخه اینو برای چی میخواستن ترور کنن؟ ولی شما داری مجانی تبلیغ میکنی برای جمهوری اسلامی که هی مخالفین حواستون باشه اگه با ما بخواین یک کمی صحبت کنین میایین فلان رو میزنیم میتونین اینها. ولی نگاه کنیم ببینیم تو خود ایران مردم چگونه حرف میزنن و صحبت میکنن و ترس و واهمه‌ای ندارن. بذارین من این اسکایپ رو خاموش کنم دیگه. حالا اگر آقای ایران بومی هم تماس بگیرن برای یه وقت دیگه. فقط ببینم من این، آها این خانم رو تو ایران دوستان ببینید، بذارید بیاریمش روی پلیر 4 و اینا رو خاموش کنیم براتون، اینو روشن کنیم، اینجا هم با هم بشنوید. آقا جون مگه کسی میگه نیست؟ همه اینو میدونن دیگه، ما 80 میلیونیم همه اینو میدونن، ولی خب انجام نمیدن مگه اینکه خودشون دستشون تو کاره. وقتی وزیر اقتصاد ما اونه، وقتی که وزیر، حالا اینا که شما نمیذارین که، امکان نداری اینا رو بذاری، جرأت نمیکنی بذاری. وقتی که وزیر نفتمون اونه، وقتی که وزیر صنعتمون یه آقایی که سنش انقدر بالاست که نمیتونه حرف هم حتی بزنه، ما دیگه چی میخوایم بگیم؟ حداقلش ببینین، حداقل از صدا و سیما اگر شروع بشه یه مقدار برنامه انتقادی بذارن، حداقل دولت هم اگر گوش شنوا داشته باشه. الان امشب اجازه بده، الان امشب آقای رئیس جمهور تشریف میارن، دو تا آقای خبرنگار میرن آقا
فلان مثل اون دفعه قبل. آقا شما چی میفهمی؟ این شد در نامه آقای پیدری اون یکم اون خانومه نمیده فلانی بگیرم بزنن. نه نه آقا شما این حرفاش نمیزنی. ابی زدن چیه؟ دو تا کلمه حرفایی که مردم دارن سؤاله مردم مطرح کنن، نه که هه 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 هه. اصلا جرأت نمی کنه خبرنگارش صحبت بکنه. نمی دونم چی بهش گذاردن که اصلا هیدر جرأت نمی کرد سؤال بکنه. اون خانم که نشسته و احل اسمش یادم رفت، اون خانم هه 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 آقای جمهور هه این شما این شما این شما وقتی میگم با رئیس جمهور صحبت میکنم بابا انتقاده مردم رو بگو جو، یعنی انقدر اینا رو ترسوندن جرأت نمی‌کنه مرد خدا حرف بزنه. مردم انتقاد خودتو بگو. خب من هم گفتم دیگه، من گفتم ببین آقا جون، من آقا جون تمام اینا هست، نمیدونم این پولایی که گرفتن و نمیدونم میلیاردی و چی چی و اون نمیدونم برنامه‌های اونا و اینا همه هست دیگه، همه میدونی تو این سایت ها شما اگه بری همه اینا هست، همه اینا هست، تمام مردم اینا رو میدونن، خودشون هم میدونن، ولی خودشون نمیخوان انجام بدن، نمیخوان. وقتی نمیخوان چیکار میشه کرد؟ حالا ببینیم این رئیس جمهور جدیدمون، ما اشتباه کردیم بهشون رأی دادیم، حالا این دفعه ببینیم رئیس جمهور شاید ایشالله رئیس جمهور جدید بیاد خوب بشه. ما که الان این چما که دیگه با ایشون آبی گرم نمیشه که. ایشون به نظرت دنبال مبارزه با فساد هست نیست؟ نه نه نه، اگر بودش که اول برادر خودش رو میذاشت کنار، اول برادر خودش آقای فریدون رو میذاشت کنار، اگر بود که اینجوری نبود که. اول از خودشون باید شروع کنن، دوروبرشون همه پرن. من نمیگم خود آقای روحانیان، نه به اون کاری ندارم، ولی دوروبرش پره، چرا نمیذاری کنار؟ مردم همه نمیدونن، 80 میلیون همه میدونن، توی سایت هم همه هست، چرا نمیذاری کنار؟ چرا حذفش نمیکنه؟ چرا نمیگیدتش؟ چرا یه کاری انجام نمیدن که مردم ببینن که این کار انجام شده؟ چی میخوای بگی ما؟ همه اینو میدونن الان وضع اقتصادی اینجوری، به جوانامون بیکارن، میگن گشتی نمیدن فلان درصد. آخه بابا خنده داره این حرفا چیه اینا میزنن؟ همه خندهش رو میگیره، بچه قدم خندهش میگیره، چون این حرفا میزنن توی که چی؟ یه دونه هواپیما رو بردن اسقاطی از اسپانیا، من مردم نمیدونن اینا اینو برداشتن رو بردن، اینو نخواستن و وجود دادن به ایران، برداشتن رو بردن رفتن استقبال هواپیما. واقعا شرم‌آور، واقعا آدم خجالت میکشه. استقبال هواپیما میرن، یعنی این قنوت بدبخت و بیچاره. اون وقت چی عربستان سعودی هواپیما داره سال دیگه تولیدش میاد بیرون؟ واقعا شرم‌آور. چی من بگم؟ از شما درد نکنه خودت، خیلی بدی شد. آفرین به این قانون. دیدید دوستان، آقای امیر، آریا، منصور، تیمسار، دکتر، دیدی؟ برو یاد بگی. برات این ویدیو رو میفرستم با فیسبوک، برو یاد بگی. هرچی هم خبرنگاره هی میخواد با پررویی حرف اینو قطع کنه، عوض کنه، حال با چیکار کنه؟ خبرنگارا با میرفتن میزدن میکشتنش، پدر سگ. این کی گفت خبرنگاره بره بزنه بکشتش؟ گفت خبرنگاره شهامت، شجاعت از این خانم یاد بگیره، توی جلسه‌ای بهش بگه چرا جلو دزدی‌های برادرتو نمیگیری، تا آبروش بره، فردا که رفت خونه اولین کاری که میکنه برادره رو بندازه صبح زندان، بگه بیا از خودم شروع کردم. آفرین به این خانم. حالا شماها هی بشینید هی این ویدیوهای مزخرف رو برای هم بفرستید که علی خامنه‌ای یه چیزی گفته، این مجاهدین اومدن $30 یه پروگرامی خریدن، یه از این اوزای ال به قول شیرازی اوزای ال مسخره بازی در آوردن، یه ویدیوی برای شما می‌فرستن، شما هی به اون یکی تلگرام، اون یکی به اون یکی تلگرام، اون یکی به اون یکی تلگرام، با هر یه تلگرامی هم که می‌زنید فکر می‌کنید که او شاخ غول رو شکستید، شق القمر کردید. برید سراغ چند تا ایمیل و نوشته‌های خوبی که این دوستان برای ما فرستادن، مخصوصا دوستمون از خلیج فارس، خیلی ممنون احمد آقای عزیز. دفعه قبل من برای شما نوشته بودم تشکر کردم و امروز هم باز $30 ایشون لطف کردن. و هر وقت مشکلات قانونی و اینها، این مشکلات قانونی که شما گفتید دارید، این ماجرایی که گفت آقای ایران بومی، من یاد شما انداخت، در دادگاه به کسی داد ندادند، بنیاد کسی نیست که برباد ندادند. و ایشون تعریف میکنه، اتفاقا یه نامه‌ای هم روی فیسبوکش گذاشته بود
که حالا چون اسم یه نفر نوشته بود و اینها ما نمیگیم که یه نفر در زندان بود و باورتون میشه بعض وقتا با این آقای ایران بومی که صحبت میکنم میگه صبح جان من دیگه باید برم الان توی فلان زندان، میگم آقا نگیرن نگهت دارن، میگه نه دارم میرم ملاقات موکلم و اینها، بعد فلان موقع فلان ساعت میام بیرون. در اصل ممنونم از دوستانی که حمایت میکنن. اگر شما هم تا امروز برنامه ها رو دیدی چه موافق چه مخالف حمایت نکردی حمایت کن، به دو دلیل. اگه من مخالفتم با حمایتت نشون میده که شما حاضری، حالا نمیگیم جونتو بدی، حاضری یه مبلغی بدی، یه بلنگوی یه جایی واز باشه به عنوان سکوی ارتباطی، یه مخالف صحبت کنه تا مغز شما رو به چالش بکشه. مخالفا هستن که مغز ما رو به چالش و کار میکشن، بلا اونی که موافقه میشه تلویزیونای شاهولای نگاه کنید، اون یه چیزی میگه اونم زنگ میزنه میگه آقا درود به شیر مادرت، بعد معلوم میشه اصلا این شیر مادر نخورده، یه شیر گاو نر خورده. برید دنبال مخالفا، برید حرفای مخالفا رو گوش کنید، برید تلویزیون مخالفا رو گوش کنید ببینید، بعد در موردش فکر کنید، تأمل کنید، تحمل کنید، بعدم اگه خواستید بپیوندید. درصد ممنونم از همیاریشون، امیدوارم دوستان دیگه هم حمایت و همیاری فراموش نکنن. بریم با هم سراغ این دوستمون. دانستن حقیقت، میگه باید پرواز کرد و از همه اطراف نگاه کرد تا حقیقت را درک کرد. این ماجرای پرواز که شما میگی منو یاد این دیوانه میندازه، مهدی وطنخواه، تلویزیون ایران آریایی، که یکی از دوستان نوشته بود ایران مافیایی، خیلی هم درست میگه. و این همیشه میگفت تا کی شما میخواید رو زمین باشید؟ باید پرواز کنید، پرواز کنید. من میگم من نمیدونم این چی کشیده که همش از تو هوا داره پرواز میکنه. چون این احمق و اون سعید کوتوله چیز خواستم بگم کابوسی سکویی آمدن یه تلویزیونی راه انداخته بودن، اون یکی که تلویزیون شاهنشاهی بود به او گزید، این یکی هم تلویزیون ایران آریایی، یه تلویزیون دارن دو نفر آدم کوچیک، به این دوتا میگفتن چیچو فرانکو، چون واقعا هم قیافه‌هاشون و قدشون اینا مثل چیچو فرانکو. یه تلویزیون اینا نمیتونن از لحاظ بودجه و مالی و اینها اداره کنن، اون وقت اینا میخوان 80 میلیون، اونم کی؟ یکی مثل این خانومه که تو ایران دیدید چه جوری صحبت کرده میکنه، لچکش رو سرشه، چادرش هم انداخته رو اون، که نتونن بهش گیر بدن به عنوان بد حجاب بی حجاب فلان، ولی حرفشو میزنه. والا من قولتون میدم اگه یک کسی تو روی این وایسه با اسلحه هم دست اون باشه، این با دو تا تو گوشی و دو تا لگد و حتی دمپاییشو در بیاره میزنه تو سرمون. واقعا آفرین به این خانم. شما نمیدونید من از پریروز تا امروز اینو چند بار تماشا کردم و هر بار اصلا فکر میکنی که این فکر کنه این شوق انسانیت و آدمیته که یکم آدم بزرگ بشه اینجوری شهامت بهت میده، شجاعت بهت میده. در اصل من ممنونم بانوی عزیز، خانم عزیز، خواهر گرامی، مرسی، چقدر قشنگ گفتی، چقدر منطقی گفتی. ایت خاک بر سر اینایی که در صدر کار هستن، از روحانی گرفته، آقای خامنه‌ای گرفته، حالا من نمیدونم کدومشون بالا هستن، کدومشون پایین، کدومشون زیرن، کدومشون رو، همه‌شون که توی مملکتی که قول دادن 38 سال پیش، من نمیدونم اون موقع روحانی چند سالش بوده، ولی قول دادن آزادی میاریم، برابری و مساوات میاریم، هر روز ما این خبرها رو بشنویم که اینجور اونجور. یه خبری بود متاسفانه من فراموش کردم بهتون بگم، انفجار در معدن زغال سنگ گلستان، ده ها کارگر حق شدن. این اتفاق هم کشورهای مختلف میفته، از همین آمریکا تا اون شیلی دیدید و شنیدید. من امیدوارم این کارگران به سلامتی از اونجا بیان بیرون، بعدم قوانین کار و اداره بهداشت و اینها یه جوری باشه که معدن اگه کسی کار میکنه میدونید دیگه این که زنده زنده اینا رو خاک کنه. امیدوارم داخل من به اصطلاح داخل ما کسی نباشه که امیدشون این باشه که اینا از بین برن، که بلکه گیر بدیم به دولت. آخه دولتی که جوونا رو راست راست میگیره میکشه، از اینکه اینا رفتن سر کار، حالا دیوار خراب شده روشون، کوه خراب شده روشون، معدن خراب شده روشون، کشته شدن یا مردن، از اینها وحشت داره؟ اینم من نمیفهمم. و همون جوری که اون دوستمون گفت یا من درک نمیکنم یا شما، در هر صورت بله آقا شما نمیفهمی، منم نمیفهمم. خب
باید پرواز کرد. ببینیم این دوستمون چگونه پرواز کرده. سیو اوپن چش. بذارید من این ویدیویی که ایشون میفرسه معمولا عربیه، ای کاش این ویدیوها هم ایشون یک صدایی بذاره روشو، ما بتونیم لذت ببریم و بیشتر بفهمیم. و این ویدیویی که حالا دیگه خیلی هم فرمتش پهن و درازه، بذارید اینجوری با هم ببینیم. رفتیم که تماشا کنیم. Bro, that doesn't even make sense. It makes total sense. Just open up your mind and listen to other people's opinions. That doesn't. What's going on here? What's going? John's being ridiculous. I'm being ridiculous. You're the one that thinks. Bro, how can you not? Okay, boys, calm down. Okay, everybody, take your seats. Matthew, John, come up here, please. Cool. معمولا اینایی که اینجوری فیلم برداری میکنن، بهتون گفتم اینا یه پروداکشنر قویه، فکر نکنید یه نفر با تلفن دیدید اون آقا رو بیرون نشون میده، این دوتا دانش آموز رو داخل کلاس نشون میده، دارن جر دعوا میکنن، معلمی میاد تو میگه واتس گوینگ آن، چه خبره اینجا، این میگه این اصلا نمیفهمه، اون یکی میگه منطق نداره، میگه حالا بچه‌ها بشینید شما دوتا بیاین اینجا. Hey boys, turn around. John, what color is the ball? The ball's white. Seriously? Bro, do you just like making things difficult? Well, what color do you say the ball is? Black. The ball is black, clearly. I don't know what you see around, but the ball is white. Without looking at the ball, I want you to both switch places. Hey, both of you, please turn around. And what color is the ball now? Okay, please have a seat. Throughout our lives, we believe many things, and we hold dear what we think is right and true. But at times, there'll be others who disagree with us. What we believe to be 100% right, they believe the opposite just as strongly. Well, how can that be? Can't they see? We can become frustrated, we might grow distant, we may even sever relationships entirely. Slow down. Breathe. Step into the other person's shoes. Make all the difference. بله. این همون چیزی که منم توی برنامه بارها به شما نشون دادم. حالا بنده توپ و دانشگاه و میز و اینها ندارم. یه چیز ساده ای رو برداشتم، میگیرم میگم شما این چه رنگی، شما میگید آبیه، من میگم قرمز. وقتی اینجوریش میکنم اینم، اینم به دانش آموزه میگه بیا وایس اینجا، یه توپی رو میذاره اون وسط، میگه تو چی میبینی؟ این میگه من سفید میبینم، به این میگه تو چی میبینی؟ میگه من سیاه میبینم. بعد میگه حالا برین جاتون رو عوض کنین. جاشونی که عوض میکنن اینجا میگن put yourself in someone else's shoe، یعنی نه که پاتو بکن تو کفشون. حالا جالبه امینو، اگه تو ایرانی بگیم پا کرده تو کفش من یا من پامو کردم تو کفش اون، به معنی بدی هست، یعنی دخالت کردن اینجا. ولی اینجا میگه imagine you are in his shoes، خودتو به جای اون بذار. بعد میگه که بابا جون بعضی وقتا ما چون یه طرفو میبینیم هی اصرارم داریم و باور کردیم که این همینه، دیگه میخواین فکر کنی همه دنیا اونایی که از این وری میگن یا همه دوستانمون اینجوری و باعث اختلاف میشه و اینا. میگه گاهی وقتا باید خودمون رو جای دیگران بذاریم یا حرکت کنیم، به اصطلاح از دیدهای مختلف ببینیم. ممنون و متشکرم از این دوستمون که اینو فرستاده. یه ویدیوی دیگه هست، مجازات روز خورد در پاکستان. من فقط یه قسمت کمی رو ازی بهتون نشون میدم، بذارید ببینم میتونم صفحه رو به این کوچولویی تنظیم کنم، چون این نمیدونم با چی فیلم گرفتن که اینقدر کوچولوه، ولی خب بد نشد حالا همه صفحه رو پوشون. ببینید یه جوانی رو گرفتن، 5 تا 6 تا پلیس اگه اشتباه نکنم، به اینا تو پاکستان شورته میگن، فکر کنم حالا نمیدونم دلیلش اینه که شورت میپوشیدن بهشون شورته میگن، نمیدونم. در هر صورت ببینین چه کار میکنه. بس اینم وحشی بازی، آدم هرچی کمتر ببینه و کمتر نشون بده به اصطلاح بهتره، چون ما هم در پخشش و نشرش و توسعهش میخواییم دخالت نکنیم. ولی دوستان اینه، برای دوستم نوشتم که حالا جالب اینه که این آقای چاغالویی که این که داره اینو میزنه، حالا اون ستای دیگه نسبتا لاغرترن، جالب اینه که خود اینم روزه نباشه. و معمولا هم همینجوره،
حالا من نمیدونم این پاکستان که واقعا اسمش رو باید عوض کنم و بذارم چرکستان. اینا از روز اولی که از هند جدا شدن و اینها اصلا مثل یه قده سرطانی و الان هم نمیدونم 170 میلیون 200 میلیون نفر جمعیت داره. این کشور ببینید به کجا رسیده، چه کار کرده، من نمیدونم. در صورت میگه که آها یه چیز دیگه من بهتون نشون بدم، باز دیدید که بارها من توی برنامه گفتم دوستان شهامت داشته باشین، شجاعت داشته باشین، از خودتون حرف بزنین، خودتون رو به اصطلاح اگر قرار خطری داشته باشه خودتون رو چیز کنین. من اینو نشون میدم که اگر یک احمقی از این جمهوری اسلامی فکر میکنه این پسره همچین چیزی رو نوشته، بدونه که نه، این رو احمقهایی که اسم خودشون رو اپوزیسیون گذاشتن ولی در حقیقت کمپوزیسیون هستن آمدن. این پسره که رفته یه جایی، ببینید دوستان اینجا نوشته باید با 100,000 جلوه کتاب را در چشمها متجلی کنید دا هر کس فلان، یعنی این اینجا یک نمایشگاه کتابه، این پشت نگاه کنید کتاب خونه است. یه احمقی، یه عقب افتاده، یه عقده‌ای، یه تنها نشسته توی یکی از این کشورهایی که از سوشال پول میگیره، اروپا معمولا بیشتر مفتخور میکنه اینا رو ورداشته، این ازگل حتی بلد نیست. شما نگاه کنید من زاویه این کاغذ رو نوشته رو براتون میکشم، زاویه این کاغذ هم براتون میکشم. ببینید دوستان، بذارید براتون با یه کارت نشون بده. نگاه کنید این زاویه کاغذه، اگر کسی میخواست روی اون کاغذ چیز بنویسه، درست میگم؟ شما میبینید؟ بذارید ببینم کامرای سه. آها بله، چجوری؟ آها شما نمیبینید اونجا، چون بله هیچ، خودتون نگاه کنید این زاویه این کاغذ از اینجا شروع میشه میاد به طرف پایین، در صورتی که این نوشته صاف صاف، یعنی هورایزن یا افقه اینجوری نگاه کنید، بعد نوشته بابام میگه آخوندها همشون دزد و جاکشن. خودتون تصور کنید یک پاسدار بی سواد، یه بسیجی بی سواد، یه آدم عقب افتاده اینو ببینه، اینم بچه رو بشناسه، بره یقه باباشو بگیره، اون وقت توی بیناموسی که نشستی حتما آمدی یا یه دوست دختر آلمانی داری یا یه جا بنگی منگی زدی، چه احساسی داری؟ نکنید دوستان. من آمدم نوشتم هدف دوستان از ساختن این نوشته های قلابی چیست؟ آیا میخوان این پسر کوچولو رو به درد سر بندازیم؟ دقت کنید چقدر ناشیانه این نوشته را کج در کاغذ نوشتن گذاشتن. ای کاش آخوندها هم مانند من و شما احمق بودن. کدوم یک از این کارا رو شما دیدید از این آخوندها قبل از انقلاب که بعد انقلابشون موفق شد؟ چرا نمیرید اون کارهایی که اونا انجام دادن انجام بدید؟ برید تو فلسطین، برید تو کشورهای دیگه دوره‌های نظامی ببینید، برید یاد بگیرید ستادای نمیدونم انقلابی درست کنید. اونا ستاداشون مساجد بود. چرا برید یاد بگیرید شبنامه بفرستید؟ این چه کاریه؟ والا من بعضی وقتا آرزو میکنم خدایا این های تک، این نمیدونم تکنولوژی جدید از من و شما احمق بگیره. چی بگم به خود؟ بله، واژگونی مینیبوس حامل توریست های آلمانی که دو کشته داشت. میدونید که من اون روز براتون خوندم که آقای روحانی گفته که اگر ما مملکت به اصطلاح امنی داشته باشیم میتونیم در سال 10 میلیون توریست بیاریم و حدود 3,600,000 نفر جوان بیکار رو هم سر کار بذاریم. خب ببینم چی میگه. درود به کاکو سوربی عزیز، ممنونم داریوش عزیز از آلمان. داریوش یه برنامه بذار، برنامه قشنگت رو دوستان هم بشنون یا ببینم. در هر صورت میدونید که گفتم بهتون دو سه روز پیش ساعت 8:11 صبح یکی از دوستان ما که بهتون گفتم می 19 هم رفته ایران به من زنگ زد و گفت آقای سوربی اصلا اینجا اون چیزایی که ما میفهمیم و میشنویم تو آمریکا اصلا از این خبرها نیست. گفتم آقا مواظب خودت باش الان موقع انتخابات و اینا. گفت آقا اصلا شما انگار نمیفهمی من چی میگم. گفتم چی؟ گفت آقا اینجا طرف اومده خونش کرده هتل مهمون خارجی. گفت فقط بیا ببین تو شیراز چقدر خارجی هست. گفتم خب شیراز از قدیم توریست و خارجی بوده. گفت نه آقا اصلا از حد تصور من و شما بیرونه.
خب البته میدونید الان تابستون ایام تعطیلی مدرسه، ولی نه الان هنوز مدرسه تعطیل نیستن که، اردیبهشت ما خرداد هم داریم. در صورت این بیچاره های توریستا دو تاشون کشته شدن، چند تاشون زخمی. واژگونی مینیبوس حامل توریست های آلمانی دو کشته داشت، یک مینیبوس حامل توریست های آلمانی در جاده تهران شیراز در محدوده سعادت آباد واژگون شده است. گفته می شود دو تن از شهروندان آلمانی جان خود را از دست داده و 18 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسنا، سرهنگ احمد احمدی رئیس پلیس رای شمال استان فارس با اعلام این خبر افزود در این حادثه دو نفر فوت کرده و 18 نفر هم مجروح شدند. ضمن آن که حال دو نفر دیگر از حادثه دیدگان وخیم گزارش شده است. گفتنی است که بعد از ظهر امروز یک مینیبوس حامل دانش آموزان دختر در دروازه قرآن شیراز واژگون شده است. رانندگی و اینها رو باید یه مقداری تو ایران آموزش بدن، سخت‌تر بگیرن. اگه سخت بگیرن فحش رو میدیم، میگیم آقا میخوان پول جمع کنن. داداش من چندین سال پیش رفته بود به ایران، میگفت نمیدونی چجوری چپ و راست مردم رو میگیرن و جریمه میکنن برای کمربند بستن. میگه حالا ما اینجا فقط جلویا با کمربند ببندن، تو ایالت شما نمیدونم، تو ایالت ویرجینیا فعلا اینجوریه. گفت اونجا آقا عقب هم هر کی میشینه با کمربند ببنده. گفتیم اوکی. خب جشن تولد امام حسین در هند، دو روز پیش این مناسبت را جشن گرفتن، اما اغلب این شرکت کنندگان در جشن از اقدام به کارهای حرام پرهیز نمی کنن. آیا بهتر نبود به جای این جشن به یاد اندیشه های امام حسین افتاده و از آن پیروی کنند؟ عقل نافهم بشر، شما به من بگو انگیزه های امام حسین تو زندگیش چی بوده؟ منتظرم. این دوستیه که برنامه های عقل و اینها رو میفرسته، خیلی قشنگ تحقیق میکنه، 16 سال تحقیق کرده. انگیزه های امام حسین، ماجرای کربلا، اون جنگ و دعوا با اینا فامیلاش بودن دیگه، نه یزید و معاویه و فلان اینا، انگیزش چی بوده و هدفش چی بوده؟ آیا به هدفش رسید؟ هدفش این بود که از روز اول بره کشته بشه، 1400 سال بعد یه سری نافهم تو سر خودشون خاک بریزن، قمه بزنن؟ هدفش چی بوده؟ کسی که بچه پیغمبر بوده، از چیزای ماوراء طبیعی خبر داشته، چجوری نمیدونسته که امشب نمیدونم با 72 نفر فردا به خاک و خون میکشنشون؟ ولی ببینیم این جشن رو، اجازه بدید اینم تصویر از این وریه، اینم برای اون دوستمون آقای خسرو بهرامی که میگه نه شما تو کامپیوترت تصویر رو اینجوری بزن اونجوری میشه. گفتم والا مثل اینکه شما خبر نداری، کار من ویدیوگرافیه، گاهی وقتی هم عکاسی میکنم و دیگه اینقدر نادان نیستم که اینو نفهمم. این با تلفن فیلم برداری کردن، تلفن رو هم عمودی گرفتن. وقتی شما تلفن رو عمودی میگیری، صفحه یک سومش پر میشه، دو تا بغلش خالیه. بچرخونید دوستان، تلفنتون رو افقی بگیرید لطفا. بریم ببینیم این جشن تولد امام حسین. چیزی به خصوص نبود، از همین بدبختی هایی از راه پیمایی و جمع میشن و فلان اینا. از بعضی هاشون هم اگر سوال کنی برای چی اینجا هستی، چرا اینجا هستی، میگه نمیدونم، دوستم خواست بیاد منم باهاش میمدم. ولی من تا هفته پیش نمیدونستم که ما دو تا کشور سومالی داریم، یکیش سومالی لند، یکیش سومالیا. و اجازه بدین، و جالب اینه که سومالی لند رو هنوز یونایتد نیشن یا اون سازمانی که باید اینها رو به عنوان کشور قبول کنه قبول نکرده و این بدبخت‌ها دارن جریمه اسم سومالیا رو میدن، جدا شدن از سومالیا. و امروز که اینا اینجا دارن جشن میگیرن، همین الان سومالی که مسلمون هم هستن، 1,000,000شون در خطر به اصطلاح فمن چی میشه، قحطی، از گرسنگی دارن میمیرن.
خب آقا به جای این طبق و راهپیمایی و اینا هر کدومتون یه پولی بدید اونا اونجا یه گندم و برنج بدن ببینید برنجا رو میبرن اونجا چجوری این بدبخت میخوره فلان. حالا چطور شد که من سومالیلند رو شناختم؟ برید بزنید یه آقای آمریکایی که توی این نیویورک هج فاند و اینا داشته، این سازمانایی که پول جابجا میکنن و بلدن چجوری اینو بخرن اونو بفروشن فلان، بعد میبینه که داره میلیون ها دلار پول میسازه، 30 سالشه پسره، بعد میگه که من دیدم خب حالا من این همه پول میسازم که چی؟ بلند شده رفته سومالیلند، 500,000 دلار پول گذاشته، یه مدرسه ای ساخته، با یه کسی اونجا شریک شده، بچه ها رو میاره به صورت شبان روزی مجانی مدرسه تا از دبستان دوره راهنمایی تا دبیرستان فارغ التحصیل که میشن، اینا انقدر نمراتون خوبه و میتونن امتحان پس کنن که از دانشگاه های آمریکا اسکالرشیپ یا بورس های تحصیلی میگیرن. حالا فکر کنید چی؟ یه احمقی به نام ترامپ با این سنگی که انداخت تو چا باعث شده این بدبخت جوانی که چند سال توی اون گرمای سومالیلند رفته، این آقای آمریکایی پول گذاشته، این حالا دیپلمش رو گرفته، قبولی دانشگاه رو گرفته، فعلا نمیتونه بیاد اینجا. ببینید این ترامپ وقتی دوستان میگن که آقا اقلا این هرچی تو مغزشه میگه، خب دیوانه هم هرچی تو مغزشه میگه، من از این مردم گوش بچه هاشون میگیرن از اونجا میرن. ما یک دیوانه ای داشتیم، یک کمی هم با ما فامیل بود و این فوش میداد، اصلا تو خونه نشسته بود تنها فوش میداد، بعض وقتا هم لباسش در میآورد. خب این آقای ترامپ هم که هر وقت دستش برسه لباسش در میاره، اینجوری هم که حرف میزنه به همه فوش میده، چی از دیوانه کم داره؟ نمیدونه. در اصل اینم تولد امام حسین رو دیدیم. ممنون و متشکرم. بریم سراغ ویدیوهای دیگه. میگه که مهاجرت همیشه بوده، از اولی که بشر تونسته و یادش بوده و تاریخ نوشته، این هجرت و مهاجرت بوده، از نمیدونم حضرت محمد بگی، از عیسی بگی، موسی بگی، هر کدومشون بگی، تا آدمای دانشمند و اینها. آقا مگه این انشتین نیومد اینجا؟ وقتی آمد اینجا اونجا جنگ شد دیگه، برنگشت وایساد اینجا، ببین اصلا دنیا رو منقلب کرد. این دوستمون نوشته که در گفتار عقل به این در گفتار عقل در گفتارهای عقل همون سلسله گفتارهایی که میذارم به این مطلب هم میرسم که انسان که ایرانیان هم جزوشان هستن به همه جا مهاجرت کردن. غم و غصه ولایت را نخور، نوعت بهشون به من گفته هیچ به فکر بازگشت نخواهد بود. من بهش گفتم قربونت برم، شما میگی نوه، من بازم یکی یا شاید اولین مجری تلویزیون ایرانی هستم که برخلاف اونای دیگه که به دروغ میگن جانم فدای ایران و من آقا من که منتظرم برم ایران و فلان، دروغ میگن. یا بعضی هاشون میگه من آرزو میکنم اگه مردم ببرن ایران، میگم آقا مگه ایران قبرستونه و این زمینای ایران فقط به بدن گندیده تو احتیاج داره به عنوان کود ازش استفاده کنه؟ نه آقا، گفتم نوم که شیر اون که نمیره، هیچی، منم نمیرم. بشنویم با هم و با این صورت زیبای این دختر قشنگ این ویدیو رو با هم ببینیم. 39 ثانیه است. بسیار ممنونم از این دوستمون. یادم میاد سالها پیش این دوست ما آقای محمد علی ابوقداره و بابک یکتافرد آمده بودن یه رادیویی را انداخته بودن به نام رادیو ولایت، یعنی همین ولایت که ایشون الان تو این ویدیو منظورشه. بعد اینای اینجا نظرتنگا و احمقا، ببین آقا بهت گفتیم این محمد علی جمهوری اسلامی ها، ببین حتی اسم رادیوشو گذاشته ولایت. گفتم بابا برو گد لایف، اینجا میگن برو گد لایف. گد لایف یعنی برو آدم بشو، برو زندگی پیدا کن. بزرگترین اشتباه ترامپ در صد روز اول، اینو یه دوستی برای من فرستاد، گفتم قربونت برم ترامپ انقدر اشتباه کرده و هر روز اون یکی میاد میشه بزرگتر.
اصلا دیگه بزرگتر و کوچکتر نداره. همه اشتباهی ترامپ بزرگتر هستن ماشاءالله. بله نوشته که بزرگترین اشتباه ترامپ در 100 روز اول. اجازه بدید من این ماوس رو پیدا کنم روی صفحه بیارم براتون اینجا نشون بدم و از روی صفحه هم بخونم که شما هم ببینید و آگاه باشید. گفت آگاه باشید و بدانید. بزرگترین اشتباه ترامپ در 100 روز اول. نویسنده استفان والت، منبع فورین پالیسی. پس از 100 روز حضور دونالد ترامپ در کاخ ریاست جمهوری، بزرگترین اشتباه سیاسی خارجی او چه میتواند باشد؟ میدانم که همه شما دغدغه‌های ویژه خودتان را دارید. من دریافتم که چنان اشتباهات زیاد بوده که ردیابی تمام آنها قدری دشوار است. آفرین، همون چیزی که من گفتم. بگذارید برخی از گزینه‌ها را مورد تأمل قرار دهیم. آیا بزرگترین خطای ترامپ انتصاب مایک فلین به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود؟ شاید شما اشتیاق بیش از حد ترامپ برای گرم گرفتن با دولت‌های استبدادی همچون ترکیه، مصر، عربستان سعودی و بی‌تفاوتی او نسبت به ادامه سیاست آپارتاید از سوی اسرائیل را کاندیدای مهمترین اشتباهات او بدانید. با تماس‌های ستیزجویانه وی با رهبران استرالیا و مکزیک، همه اینها ارزش این را دارند که به عنوان مهمترین اشتباه وی تا اینجا معرفی شوند. اما در دراز مدت مهمترین خطای ترامپ رویکرد کورکورانه وی در قبال آسیاست. اروپا اهمیت دارد اما معضلات کنونیش اغلب داخلی است و ایالات متحده نمیتواند کار چندانی در قبالش انجام دهد. خاورمیانه بیشک آشفته است. ایالات متحده لازم نیست درستش کند. نمیداند چطور باید درستش کند و نباید وقت پول و جان سربازان را تلف کند تا اوضاع آنجا را درست کند. درست برعکس، آسیا جایی است که فعالیت آنجاست، منطقه‌ای که اقتصاد رشد فراینده و با ثباتی داشته است. روندی که به احتمال قریب به یقین ادامه خواهد یافت. مهم است که بدانیم چین در بلند مدت تنها رقیب احتمالی ایالات متحده و تنها هژمون منطقه‌ای بالقوه در دنیاست. اگر چین به رشد خود ادامه دهد، عاقبت ایالات متحده را از آسیا خارج می‌کند و آزاد خواهد بود تا قدرت خود را به تمام دنیا نشان دهد. آنچه که امروز ایالات متحده نشان می‌دهد با جمعیتی بسیار بیشتر از جمعیت ما و اقتصادی به بزرگی اقتصاد ما یا حتی بزرگتر از آن، چین با قدرت بی حد و مرز حتی ممکن است با متحدان ما در نیمه غربی اتحاد برقرار کند و بدین ترتیب به امنیت شگرفی که ایالات متحده برای بیش از یک قرن از آن برخوردار بوده پایان بخشد. دوستان من یک مقاله خوندم، دارم دنبالش میگردم براتون پیدا کنم. یکی از دلایلی که اقتصاد آمریکا خوب بوده، میگه یه مقداریش از دستمزدهای مجانی برده ها اینا کار کردن، اینجا رشد و شکوفا، یه مقداریش از چینیایی که آوردن اینجا برای ریل رود دستمزدای کمی که یا حتی هیچی که ندادن، اونم یه نوع اسلیوری بوده. و الان که چشم مردم باز شده، گوششون باز شده و حاضر نیستن بردگی کنن، میبینید که همین چین 20 تریلیون دلار اگه اشتباه نکنم از ماها بدهکاره. البته این آقای ترامپ که از روز اول فکر میکرد همه چیز خیلی آسونه، وقتی آمد گو ایزی بهشون میگیم ما بدهکاریم، پول نمیدیم. فکر کرد اون چینی ها هم مثل این بیچارهای کارمند و کارگرهایی هستن که توی شهر آتلانتیک سیتی، برید ببینید آتلانتیک سیتی رو این چجوری بیچاره کرد، بدبخت کرد مردمشون. و ما وقتی میریم از اونجا رد میشیم، این یه شهر جنگ زده است. همینجا دو ساعتی واشنگتن، آتلانتیک سیتی، این ساختمان ها اسمش ترامپ. خدایا حساب آدم خورد میشه از این. خب ماهرش گرد همیشه بوده، بزرگترین اشتباهتون. بله، زیر سوال بردن ستاره درخشش در نشست شورای سیاستگذاری رسانه‌های دولتی آمریکا. میدونید که وایس آف آمریکا همیشه بحث‌ها و گفتگوهای توش بوده که اینها مأمورین جمهوری اسلامی هستن، اینها در خط اونها هستن، اینها چنین و اینها. آقا خانم وایس آف آمریکا
نه وایس آف من، نه وایس آف تو، صدای آمریکا، دولت آمریکا 70 میلیون دلار پول زمان جورج بوش گذاشت که صدا بزنه به دنیا، دروغ بگه، بگه اینجا بهترینه، اینجا که رسیدی آقای جوان 8 تا دختر لخ با ماشینای خودشون میان تو رو برمیدارن میبرن ویلاهای خودشون، احتیاج نیست کار کنی، با اینا سکس داشته باش، تو استخ باش، ماساژت میدن. وقتی طرف اومد دید آقا دروغ گفتن. حالا این صدای آمریکا چند نفر رو مثل این آقای محمد تقی مصلحی و دیگران استخدام کرد به عنوان قراردادی. قراردادی هم معلومه، به شما میگن آقا 3 ماه بیا اینجا، 6 ماه بیا اینجا، 1 سال بیا اینجا، اگه خوب بودی دوباره استخدامت میکنن، بخوان بیمه بهت ندن، مزایای کارگری اینا رو بهت ندن، این یه رسمیه دیگه اینجا هست، نمیخوای نرو. آقای محمد تقی مصلحی که من چند بار با شما مصاحبه کردم، عزیز من مریض شدی، پیر شدی، برو به فکر زندگیت باش، هی از صبح تا عصر یه کتشلواری مال 300 سال پیش میپوشی، هی میری تو این سوراخ‌های نمیدونم کاخ چی بهش میگن کنگره، هی به هر کی هم حرف میزنی من از صبح تا شب توی این دالان‌های کنگره دارم راه میرم. خب که چی؟ رفتی کار کردی وایس آف امریکا، قراردادت تموم شده، گفته آقا شما رو نمیخوام، برو بیرون. از اون روز تا الان داری بر علیهشون میزنی، به هیچ جا نمیرسی، توی گرما با وایسی تو اتوبوس بیاد سوارت کنه، برو آقا استراحت کن، برو تو کتابخونه کتاب بخون. اینا گویا خانم ستاره درخشش یه جایی بوده، بابا این ستاره درخشش از قدیم باباش و اینها تو کارهای رادیو تلویزیون بودن، اگه خانم درخشش بعدش نیاد اینها مار خوردن، افعی شدن تا به اینجا رسیدن. دکتر ستاره درخشش مسئول نمیدونم وایس آف امریکا و فلان، اینها مثل توی بدبخت بیچاره و من نیستن که از توان خودمون رسیده باشیم به یه جایی. برو آقا با اینا نمیشه در بیفتی، اقلا با اینو میفهمید تا اون. خلاصه تو اون برنامه دارن صحبت میکنن، این آقای محمد تقی مصلحی بلند شد و یه سوال کرد و اینا، اونم چی بگه. و اما گزارش صدای موج سبز از راهپیمایی روز جهانی کارگر. این موج سبز هم ما نمیدونیم، سال 88 یعنی 4 سال روحانی، 4 سال دوم هم احمدی نژاد، 8 سال پیش، من دیکشنری اینجوری حساب می‌کنم 88 از 96 میشه 8 سال، 8 سال پیش یه موجی آمد که بعدم این آقا رضا تنبل شد سبز، یه مش دیگه عقب افتاده شدن سبز، رمان دم کله‌شون بستن، دم دمبشون بستن، هیچ چیزی هم نبود. بعد تازه معلوم شد همون جوری که آخونده‌ها گفتن اتفاقا درست یک دستای تو کار بود که یه دفعه این همه پارچه سبز، این همه پرینت سبز، فلان بیسار اینها. بابا مرد، موج سبز مرد، از بین رفت. آقای موسوی که اصلا میگه آقا ما رهبر چیزی نبودیم، ما اومدیم تو خیابون، موج سبزی نبود. آقای میرحسین موسوی اگر جان سالم از زندان آخوند به در ببره، که والا این زندانش هم خونه است و ویلای خودشو نمیدونم تعطیلات خودش، باید بیاد تو دادگاه مردمی جوابگوی کشتار سال 1367 باشه. آقای مهدی کروبی اگر جون سالم از دست این آخونده به در بره، باید بیاد تو دادگاه جوابگوی خانواده شهدای جنگ باشه که ایشون تو بنیاد شهیدان چه ظلمها کرده، تو بنیاد شهدا زندان درست کرده بوده. زن شهیده میرفته میگفته آقا شوهر من شهید شد، خب شما به من پول ندین من چه کار کنم، برم صیغه بشم؟ میگفته بندازی زندان. وقت شما موج سبز. بعد خیلی جالبه، این آقای مهدی ذوالفقاری برای من فرستاد، براش نوشتم که آقای ذوالفقاری من رفتم این سایت و این عکس‌ها رو نگاه کردم، نوشته ما روز اول می روز کارگر رفتیم تظاهرات. آقا روز کارگر یا باید کارگر باشی بری، یا باید برای اهداف اونها بری تظاهرات کنی، بهشون بگی من با شما همصدا هستم. موج سبز این وسط چه کار داره؟ یه مشتی بچه دانشجوی جوان احساساتی که همشون خونه نن و باباشون بودن 8 سال پیش، روز کارگر اینا چه کار دارن؟ بعد نوشته خیلی روز خوبی بود، با وجودی که بارون بود دوستان دور هم جمع شدن، خیلی به اون خوش گذشت. میگم آقای ذوالفقاری اینا که رفتن بهشون خوش گذشته، بعدم نوشتن که ما برنامه فردامون چیه، بعدم نوشتن که میخوایم چه کار کنیم، هدفمون چیه، برنامه‌مون چیه، وسایل چی داریم، بفرستیم برای هم دیگه، حتما بفرستیم. بله اون ویدیوی مسخره ای هم که گفتم این دوستمون فرستاده بود، اتفاقا همین دوستمون از چیز فرستاده. من همینجا به همه شما مردم شریف قول میدم، بله فقط از
بیسوادی سازمان مجاهدین. دوستان براتون یه چیز نشون بدم، ببینید این ویدیوها رو که درست میکنه، اینا آمدن یه چیز درست کردن به نام پیک شادی. والا به هر بچه ایرانی که انگلیسی فقط ABC رو بدونه میدونه که این چیزی که شما نوشتی این پیک شادی نیست. نگاه کنید PAKE_SHADIE. بعد این سازمان، این بالا میبینید این شیر خورشید که اولم اینها به اصطلاح تلاش در حذفش داشتن، این علامت مجاهدین، این علامت شورای ملی مقاومت. اینا $30-$40 یه برنامه های هست، ویدیو میگیری میذاری صدا رو مسخره میکنه الی آخر. خب حالا دوست عزیزی که من برای من میفرستی، میدونم یا شما خبر نداشتی این مال مجاهدینه، یا اگرم خبر داشتی فقط به عنوان خوشی و خنده میخوای بفرستی، ولی این خنده های من و شما باید از گریه غم انگیزتر باشه. سازمانی که 50 سال سابقه فعالیت داره، 120,000 کشته داده، 120,000 کشته جوان، یعنی 120,000 خانواده داغدار. چه کار کردن؟ مرحوم رجبی، نمیدونم رئیس جمهور چی، خانم مریم رجبی هر روز با یکی سر میز میشینه. ببخشید اینو میگم، تو کافه ها کاباره ها دیده بودید اون وقتا رقاص ها میمدن برای که طرف یه شامپاین براش بخره، یه پولی بهش بده، وقتی آهنگ میخون میومد میشینه سر میز اینجا، بعد بلند میشد میرم میشینه سر میز اینجا. این خانم رجبی هم یه روز میشینه با آقای مایک چی جولیانی، این مافیای نیویورک، یه روز میشینه با مککین، یه روز میشینه با این عربه. اون عربه که چقدر براش دست نکن میده، حالا دست و دیگه جای دیگه هم نمیده دست چی بگم والا. و اما قرار بود با یه دوستی امروز صحبت کنم، ایشون چشمش احتیاج پیدا کرد به جراحی و رفت اون جراحی رو انجام بده. امیدوارم بعد از جراحی ما با ایشون باشیم. از جبهه ملی ایران هستن و باز همین دوستمون یه ویدیوی فرستاده، نوشته که آقا این آقا هم میخواد انتخاب بشه برای رئیس جمهوری، اینو شما میشناسی؟ گفتم والا من نمیشناسم. حالا براتون یه جوکم بگم، این آقا تو این ویدیویی که هست اینجا صحبت میکنه، بعد میگه که من شبیه مسی هستم. مسی میدونی؟ اولین باری که به صورت خیلی جدی تصمیم گرفتم با لباس ورزشی عکس بگیرم و به عنوان بدل مسی خودم معرفی کنم، پدرم تشویقم کرد. خب بدل مسی، این منو یاد یه جوکی انداخت، ممکنه درست یادم نباشه. یه معلمی سر کلاس یه چیزی میگه، بعد دانش آموزه بهش میگه که مثلا شما نیمچه خولی. میگه این حرف چیه؟ میگه مثلا ما یه فامیلی داریم، اون اینجوری گفت اون خوله، شما نصف اون گفتید نیمچه خولی. این آقا که میاد میخواد رئیس جمهور ایران بشه، عقب افتاده. تو ایران مگه چند نفر این فوتبالیست مسی رو میشناسن که به خاطر اینی که تو شبیه اون هستی به تو رأی بدن؟ ببخشید این حرفو میزنم، اون وقتا به بعضی از دوستامون میگفتیم آقا مثلا تو داداشت مثل این میمونه که یه تپاله تو خیابون بوده، دو چرخه از روش رد شده، حالا شده دو قسمت. آقا حالا شما شبیه مسی باشی، اون اولا کارهایی که میکنه خیلی انسان دوستانه است، پول در میاره فلان، تو بدبخت عقب افتاده، اونم بابات. این ماجرایی که میگم برای این دوستم نوشتم که بله. خیلی ممنون این دوستمون ماندی، خسته نباشید، ببخشید، سلام، خسته نباشید، ممنونم از شما. این همون دوستی بود که اون دفعه به دوستای دیگه میگه بابا به همدیگه بی احترامی نکنید. در صورت برای این دوست من نوشتم که آقا من این آقا رو ندیده بودم و نمیشناسم، ولی میدونم که باباش آدم احمقیه، چون بابای کسی که بهش بگه تو که حالا شکل اون هستی برای انتخابات برو خودتو لباس و اونو بپوش و اینها، دفینیتلی آدم احمقیه. و اما میگه که یه عکسی برای من فرستادن، یک پولی مال مغرب و اسم عکسی یک خانمی روش هست. گفتم این کیه؟ گفت ببخشید شماره ها برعکس اومده. و برای من نوشت که قبلا در برنامه گفت این دوستمون پادشاه مغرب با نام مولانا در کشورش خوانده می شود،
او نوه امام جعفر صادق و بقیه دولت شیعه فاطمیان در شمال آفریقاست. و ببینید که این آقای امیرالمومنین مولانا با همسرش و اینها، یعنی اصلا اون ماجراهای اسلامی و لباس بپوش و چشمات هم کسی نبینه و از این ماجراها نداره. بعد عکس همسرش هم به تازگی روی اسکناس های اینه از بر. ببینید کامرای سه این عکس رو هم بهتون نشون بدم تا اونجایی که دستگاه ما اجازه میده. بفرم. بله. اینم عکس خانمش روی پولهای مغرب. البته این دوستمون گفته که این آقا پادشاه مغرب گویا مریضه و پسرشون هم به سن قانونی نرسیده. ایشون هم این خانم هم مثل خانم فرح دیبا احتمالاً نایب السلطنه هستن. در صورت میگن که آقای عباس میگه این نشان داد رسانه مستقل چقدر برای آنها خطرناک است، همانهایی که به یزید گفتند خون من از شمشیر تو برنده تر است. عباس جان من منظور شما نمیفهمم، منظورتون اون رسانه جم تیویه؟ جم تیوی چه مبارزه ای میکرد با آخوندا و کجاش مستقل بوده؟ وقتی یه تلویزیونی مجبور آگهی پخش کنه تا امورش بگذره، این نشونه استقلال نیست، این نشون میده اگه فردا اون آگهی، من یادم سالها پیش یکی میگه آقا ما نمیتونیم بگیم گوشت کلسترول بده، چون اگه گفتیم دکترها میگه آقا مغازه ما رو تعطیل کردی پس ما دیگه به شما تبلیغ نمیدیم. یعنی یه چیزای ضد نقیزه. لطف کنید کاملتر بنویسید. معنی کاملتر این نیست که بیشتر بنویسیم. آمریکایی‌ها میگن short and sweet، همون خودمون میگیم کوتاه، مختصر، مفید. اینجوری بنویسید منظورتون به رسانه مستقل کدوم رسانه است و اون یزید و شیر من برنده تر از نمیدونم خون من برنده تر اینم. خب اینا که مزخرف بوده زمانم ثابت کرده، بگذاریم. و اما میدونید که در همه دنیا مد و فشن و اینها هست، خب حتما باید توی کشورهای عربی هم باشه. همین دیشب توی نیویورک یک نمایشگاهی بود که برید بزنید روی گوگل پیدا کنید ببینید چه لباسهایی پوشیده بودن، چه خانمها چه آقایون، ولی این مد رو من تا حالا ندیده بودم. نوشته که این هم مد جدید. ببینم در کدام کشور یا کجا بوده این. بله نوشتن نیو فشن کانگراتولیشنز، تبریک میگم. اوکی خیلی ممنون، ما هم تبریک میگیم. بعد میگه که بنیاد مستضعفان کاخ رضا شاهی گچسر را فقط به 15 میلیون تومان فروخت. خب اینم جواب اونایی که میگن رضا شاه اصلا به کاخ احتیاج نداشت، یه دوشکی انداخته بود و پوتینش هم اونجا بود، میگفت پدر سوخته ها ببینید من سربازم رو دوشک میخوام. پس پدر سوخته ها شما دروغ میگید، ایشون حتی کاخ در گچسر هم داشته. دروغگو هستین، چون دروغگو هستی با مردم راست نگفتید، پدر خودتون رو درآوردید، پدر ملت رو هم درآوردید و هنوز هم یاد نگرفتید. این دوستمون هم نوشته برای شما که سگ را دوست دارید، این رو هم من تقدیم میکنم به تمام دوستانی که سگ رو دوست دارن. ببینیم این سگ چه کار کرده. یک لحظه با من باشید تا این رو تغییر بدم، بیام با سیستم و اندازه این یکی و با هم میبینیم. بله این بچه از اینجا داره میره بالا. حالا نمیدونم این از اون دوربینایی که دوربینای سکیوریتی هست روی خونه ها میذارن، چون از این بالا که هست اینجوریه و احتمالاً خب خطره دیگه، داره میره بره تو خیابون، توپش اینجاست اون داره میره. حالا نمیدونم این خونه خودشونه داره میره اون و صدا هم نداره. احتمالاً این از همون دوربینای امنیتی که تو خونه ها خیلی هم ارزون شده، 4 تاشو این روزا میخری 190 دلار و برات ضبط میکنه. اگه خونه هم نباشید حتی میتونید بعدن نگاه کنید فلان. نه خیلی ها دارن، اونایی هم که سرویس های چیز دارن بعض وقتا. بله این سگا آمدن ریختن دوربرش
و ببینیم چه میشه. امیدوارم که بچه ها را اذیت نکنه. آقا این چه ویدیویی به ما نشون دادی دوست عزیز؟ خب سگ وحشیه دیگه، سگ اهلی داریم، سگ وحشی هم داریم. این بیچاره رو کاش که من قبلا نگاه کرده بودم نشون نمیدادم. بله بچه از خونهشون میره بیرون، این سگا آمدن و بهش حمله کردن. مثلا آدم دلش، کاش که دوست عزیزی توضیحی یکم بنویسی. من بهتون گفتم به خاطر اینکه وقت کم دارم اینها رو نگه نمیدارم و مخصوصا یه بار به شما گفتم اینها رو من میتونم نشون بدم، شما گفتید هر چیزی من میفرستم شما میتونید نشون بدید، از این بابت ممنونم. ولی دوست عزیز نشون دادن این در برنامه چه سودی داره؟ بله مواظب باشید دوستان، بچه‌تون نره یه جایی. سگ، حتی سگ اهلی، بعضی وقتا بالاخره دیگه این جانوره، این ذاتشه. سگ اصلا دندونش، فکش، اینا ساخته شده برای گوشت خوردن. خوراک که براش میخریم گوشته و استخونه و فلان اینا و نمیدونم. هر چیزی به مبلغ 55 سنت به فروش گذاشته شده بود. تصفیه یک مغازه در عربستان. این منظورتون کلمه تصفیه بوده یا تصفیه؟ تصفیه یعنی صاف کردن، ولی تصفیه اون یعنی حساب رو تصفیه کردن. من نمیدونم بدهکار بوده چی بوده که همه اجناسش رو گذاشتن به مبلغ 55 سنت. این ویدیو هم سربالا گرفته شده و بله اینجا ما یه روزی داریم جمعه بعد از تنکسگیوین که مردم دیوانوار میرن توی فروشگاه ها و اینم چون سربالا گرفته شده اجازه بدین نشون ندیم، فایده هم نداره. و مردم ریختن و اینجا اعلام کرده که هر چیزی که اینجا هست 55 سنت. حالا چرا 55 سنت نمیدونم، مثلا لابد یه واحد پول اونها میشه 55 سنت و اینجوری میشه. درصد میگه که مراسم عروسی دختر حمید شبخیز در آمریکا تصویری، عکس، ویدیو. فقط دلم برای مردمی میسوزه که مزخرفات و بنجلها و دروغهای تبلیغی این آقا رو به خصوص در ایران خریدند و خدا میدونه بعدش چه اتفاقی افتاد. برای مثال دمپایی مخصوص بزرگ کردن قد و بزرگ و کوچک کردن آلت تناسلی و و صدها پدرسوختگی دیگه. من نمیدونم مگه مردم ما چطور میتونن اینقدر ساده لو باشن. مینا خانم عزیز ببین دوست گرامی، شما خودت در آخر این نوشته پاسخ خود تو دادی. آقا خانم، ما تو تلویزیون های آمریکا، شما تو تلویزیون آلمان دیدیم هزار تا تبلیغ میکنن که دروغه. همین امروز نوشته بود که چتبازی، چون من چتباز بودم توی شیراز، نه چتباز مفخور که میرم خونه این اونا، چتباز حقیقی هوا بود. گفتیم خب بریم، نوشته بود 49 دلار. بعد زیرشی که میخونی میگه این 49 دلاره، 100 دلارم باید اونجا بدی، 149 دلار بدی بپری. گفتیم نمیخوام بابا، همین بغل خونه اون 87 دلار. این باید خواننده بیننده باهوش باشه. اون تلویزیون 1 دقیقه از وقتش رو داده به یه آقای توی ترکیه، توی چی، آلبانی نمیدونم، تا به شما دروغ بگی یه آپارتمانی رو بفروشه. قرار نیست تلویزیون بشینه اگه یه دکتری گفت من شما به من پول بده من با معجزه شما رو باهوش میکنم، قرار نیست اون تلویزیونه بگه بیا اول منو با معجزه باهوش کن، چون اگه فوری باهوش بشه در تلویزیون میبنده میره. و قرار نیست تلویزیون وزارت ارشاد باشه یا وزارت فرهنگ و هنر بود چی بود مال قسمت ساواک دوره شاه باشه که به اصطلاح سانسور کنه و اینها. والا بلا من با آقای حمید شبخیز هیچ معامله‌ای تو زندگیم نداشتم. من ایشون رو حدود 20 سال هم کمتر میشناسم. چند بار توی این برنامه‌ها اینجا دیدمش، یه بارم که رفته بودم لس آنجلس تلویزیون‌های مختلف رفتم، وقتی رفتم ایشون اونجا نبود، رفته بود دبی. و اون موقعی بود که حالا شما نمیدونید خود این آقای شبخیز چه پولایی، همین پولایی که اینجوری در میاد چه جوری خرج کردن دبی و موبه اینا، همشون از باد چی میگن بر باد رفت. راجب عروسی و اینها من فکر میکنم
خانواده ها رو باید یه احترام خاصی براشون بذارید. من هر قد بد باشم، پلید باشم، شما نباید به همسر بنده، به دختر بنده، به پسر بنده کاری داشته باشید. اگر خودش این عکس‌ها رو گذاشته، این عکس‌ها رو به عنوان دیدن، شرکت کردن در جشن عروسی یک دختر ایرانی، بله ببینیم لذت ببریم، ولی به عنوان نسخ کشی، حالا ببینید این آقا، این یه نفر اومده گفته آقا تبلیغ منو بذار، فروشگاه چی بود؟ یک دو بود، فروشگاه تو به تو بود، نمیدونم اینا بوده، اینم گذاشته پولش ساخته، اونی هم که خریده، حالا شما چه میدونید، شاید اونی هم که این دمپایی رو پوشیده بعدن فکر کرده ماجراش هم بهش جواب مثبت. چی بگم خدایا، از شما انتظار نداشتم مینا خانم که تلویزیونای، میدونم آلمان هنوز مثل تلویزیونای کالیفرنیا به اصطلاح چیز نیستن، چجوری اونجا راستی نیم دولتیه؟ چون من یادمه وقتی اونجا بودم یه روز برای ما یه نامه اومد، یقمونو گرفته بودن که آقا تو یک دستگاه تلویزیون داری ولی نیامدی ثبت نام کنی. گفتم تلویزیون باید بیام ثبت نام کنم؟ گفتم بله، باید ماهی 60 مارک، اون موقع پول سالی 60 مارک پول تلویزیون بدی. گفتیم یعنی چی؟ گفتن اینجا هر کی تلویزیون داره باید پول بده. اولا هنوزم اونجوری هست یا نیست اونایی که تو آلمان هستید؟ دوم من بهشون گفتم آقا من میخوام برم آمریکا، من اینجا به طور موقت هستم. ما که اونجا بودیم به طور موقت، اگه بلد بودیم ما حتی مالیات نباید میدادیم، اون 14% بود اون موقع، الان گویا 17 یا حتی بیشتره. در صورت مراسم عروسی دختر حمید شبخیز در آمریکا تصویری، من اینو نشون میدم فقط و فقط به این عنوان که به این خانواده تبریک بگم. جوانای ایرانی اگه بتونن ازدواج کنن ازدواج کنن. دوستان سخت نگیرید. ما یه دوستی بهمون میگفت که خب این آقا رو میخواد ازدواج کنه چی داره؟ گفتم بابا چی نداره، ماشاءالله لیسانسش گرفته، درسش خونده، داره کار میکنه، چی میخواین از یه جوان؟ در صورت اینم داماد و این هم دختر آقای شبخیز، اینم آقای شبخیز و همسرشون که تو تلویزیون دیده بودید، من دختر ایشون رو هیچ وقت ندیده بودم و آقای شبخیز خداییش حالا انقلاب شد و فلان اینها، یکی از هنرمندای ایرانیه. شما برید اون خوانندگیشو با فریدون فرخزاد ببینید و این آدم کلن این ذوق و به اصطلاح هنر اجرا و خوندن و لبخونی و اینا رو داره. دوستان عزیز من میخواستم امروز 90 دقیقه با شما باشم، میدونم حالا پتیت میگه این سربی آدم باشه نیست، من هرچی میگم آقا فکر سلامتیت باش نیست، ولی پتیت جان این ویدیویی که دوستان میفرستن باعث میشه من نوشته ها و گفتهای خودم رو کمتر بگم و انرژی داشته باشم. برنامه رو میبینید ماشاءالله بزنم به تخته، 123 دقیقه با شما بودم. دوستان عزیز شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. برنامه ها رو ادامه میدیم. روز جمعه با کانون آوا هستیم و این هفته آقای قربان علی حسین نژاد با ما خواهند بود و میدونید که خبرهای داغی دارن. کانون آوا وبسایتشون اینه ava.com رو ببینید. جمعه با کانون آوا ساعت 12 ظهر شروع میکنیم، 2 بعد از ظهر سوربی با مردم، 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد، برنامه 129مین ماشاءالله 129 هفته ایشون برنامه، نه قهر کرده، نه ای که به مامانم گفتی اینجوری من دیگه از تو قهرم سوربی، اون روز گفتی فلان، قشنگ داره برنامه‌اشو ادامه میده و از دوستان بهایی از کتاب خودشون ثابت میکنه که دوستان بهایی دروغ میگن یا نادانسته تظاهر میکنن که در سیاست نمیخوان وارد باشن، ضمن این که از همه بیشتر در سیاست واردن و اگر من و شما میخوایم حکومت یک کشوری داشته باشیم، دوستان بهایی میخوان حکومت دنیا رو داشته باشن. دوستان بهایی هم دعوت میشه ازشون بیان در تلویزیون مردم، بیان در برنامه آقای حسن ارشاد شرکت کنن. از شما هم دعوت میکنم اگر حرفی برای گفتن دارید مهمون ما باشید و از اون دوستونم آقای امیر منصور آریا بزرگ ارتشداران دعوت میکنم که دزدی
کنار بذار دوست عزیز، یاد بگیر. درس اخلاق دادم، امیدوارم شما یاد گرفته باشید. گفت منم چی گفت؟ منم چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال. روز روزگار بر شما خوش.